بینندگان عزیز، باز سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز جمعه 11 ماه نوامبر هست. اجازه بدین من این یکی رو خاموش کنم، نمیدونم چرا رفت روی این. این برای موقعی بود که مهمون داریم. امروز آقای دکتر کاظم افشارها از کانادا با ما خواهند بود و روز دوشنبه هم به احتمال 99% آقای سهراب چمنارا. در هر صورت 11 نوامبر هست و دو روز از این ماجرای غم‌انگیز، تعجب‌آور، عجیب انتخاب آقای دونالد ترامپ میگذره. من خوشحالم حقیقتاً که به اصطلاح دونالد ترامپ چیز شد، برنده شد. و یادتون باشه که خانم هیلری کلینتون حدود 400,000 تا، یعنی تقریبا 500,000 رای بیشتر آورده. ولی توی آمریکا یه سیستم عجیب غریبی هست. این از همون موقعی بوده که مردم کم سواد بودن، به اصطلاح نماینده ها براشون تصمیم میگرفتن و اینها، ولی حالا هم که مردم میرن رای میدن، باز حقیقتا رأی مردم اونجوری که باید و شاید شمرده نمیشه، یعنی به حساب نمیاد، شمرده میشه. و رأی اون الکترال های که بهشم یه چیز میگن کالج الکترال، اصلا یه چیز مسخره است. ولی سزای این دموکرات ها همین که وقتی خودشون در قدرت بودن، مخصوصا بعد از ماجرای آقای الگور که اونم همین بلا سرش آمد، چرا اینها این قانون انتخابات رو درستش نکردن؟ که اولا چرا روز سه‌شنبه که همه از کارشون مجبور بشن نصفی روز آف بگیرن؟ البته معلم‌ها خوشحالن اون روز تعطیل میشه چون مدرسه‌ها رو استفاده میکنن، بذارن روز شنبه، حالا روز یه شنبه هم که میگن نزدیک کلیسا نشین، نمیدونم خدا میکشد. در هر صورت من چرا خوشحالم؟ اولا شما ببینید اینایی که دموکرات هستن الان، چون به اصطلاح هیلری کلینتون برنده نشده، چقدر عصبانی هستن و اینا عصبانیتشون رو چجوری نشون میدن. اگه یه فیلمی هست بتونم، این سیستم جدید گذاشتیم دو روزم ما رو معطل کرد، امروز همون ربع ساعت قبل از برنامه که خواستیم چیز کنیم به اصطلاح درست کار نکرد. بذارید ببینم که کدومش هست. نه اونم پیدا نمی کنم. یه آقای مشنگی هست از ایران، اونو پیدا کردم، و یکی هم هست که این سکیوریتی های ایرپورت یا فرودگاه رو نشون میده، ولی اونو که اینها عصبانی هستن تو خونه تلویزیون های خودشونو میشکنن، یکی با سر میره میزنه به تلویزیون اینها، ولی اونا مهم نیست. تظاهرات تو آمریکا و اعتراض کردن حق هر آمریکایی هست، ولی وقتی که شما به رأی و صندوق رأی باورداری رفتی رأی دادی، حالا طبق آرای شمرده شده هم، خب شما هم که داری کار همون ترامپ رو میکنی. اونم میگفت اگه من قبول بشم اگر برنده بشم قبول دارم، اگه برنده نشم میزنم زیر این بازی. شما هم دارید میزنید زیر این بازی. بعدم شما خوشحال باشید که ترامپ انتخاب شد. الان خودش فکر کنم هنوز فکر میکنه خوابه و باورش نمیشه، چون حتی این افرادی رو هم آماده نکرده که 10 هفته دیگه به اصطلاح اون نقل و انتقال، یا تو این 10 هفته نقل و انتقال قدرت رو به اصطلاح کمکش کنن. و عجله نکنید، ناراحت هم نباشید. اولا ماجرا از اینه که اگر ترامپ برنده نشده بود، به جای این آدمایی که اومدن دیشب درخت آتیش زدن و چراغ ماشینا رو زدن شکوندن و فلان، که همش اشتباه خطا و جرم حساب میشه، شما با یه سری آدم بی سواد، کم سواد، عصبانی که هیچی هم تو زندگی نداره که ناراحت بشه من اگه رفتم زندان خونم رو از دست میدم، خونه نداره، و اینا همه اسلحه دارن در عوض، یعنی یه جنگ داخلی رو ما با همین برنده شدن آقای ترامپ فعلا پشت سر گذاشتیم. و از طرفی بذارید الان خود طرفدارای ترامپ بیان از خودش ناراحت و به اصطلاح نگران بشن. چرا ناراحت بشن؟ برای که این گفت من مسلمان‌ها رو راه نمیدم. الان تو این دو روز هرچی
رادیو تلویزیون ها بهش میگن خب چی شد اون برنامه، میگه من که گفتم همه دینا یکی هن. یعنی داره میزنه زیر حرف خودش، گفت من دیوار میسازم، من نمیدونم این کارو میکنم اون کارو میکنم، قولتون میدم این آقا 4 سال بیشتر نمیتونه رئیس جمهور باشه و همینایی که بهش رأی دادن یقه پاره کردن خود اینا برمیگردن مخالفش میشن. حالا این خط این هم نشون. من آدمی نیستم که معمولا بگم که بله من اینجوری فکر میکنم و اینجوری میشه و فلان و این بهمان، ولی از طرفی باور دارم خب بعضی وقتا آدم میتونه یه نگاهی داشته باشه به اوضاع احوالی که اینجا به اصطلاح انجام شده، انتخابای قبلی و اینا، حدس بزنه که این آقای ترامپ با این ماجراهایی که تو زندگیش هست الان توش مونده. اینا قانونا نمیتونن فامیل و اقوام و نمیدونم دوست و آشنای خودشونو بذارن سر کار، ببخشید فامیل خودشون نمیتونن، الان مونده میخواد داماد خودشو بذاره. همین الان بحث هست که آقا داماد فامیل هست یا فامیل نیست. ولی این افرادی که احمقانه میان صحبت میکنن و حرفایی رو میزنن، بیاین ببینید الان این آقا مثلا اینجا از ایران، بذارید ببینم اگر روشنش کنم صداش میاد. این جنگ طلب هم به شما گم چه؟ بله بله، بذارید من براتون این پلیر یک رو بذارم. یه آقای نسبتاً جوونیه که آدم خب جوونای باسوادی میبینید این ور اون ور، خیلی هم آدم خوشحال میشه که ایرانی ها اینجوری هست، ولی اینا فرصت طلب هست. اینا توی سیستمی تو ایران الان اختیار افتاده دستشون به اصطلاح و فامیلی دارن، دوستی دارن، قومی دارن، یه کاری شدن. گوش بدید ببینید این آقا چی میگه. من سخنرانی ها اینه دیدم تو دانشگاه های این ور اون ور میره، تو مجالس این ور اون ور میره و ببینید حالا اینجا چی میگه. این جنگ طلب هم به شما میگم چه ترامپ رشون بشه چه هیلاری کلینتون، اوضاع ما بدتر خواهد شد در مورد برجام به شما بگم. اما بهتره که چی بشه؟ ترامپ بشه، چون نمیتونه اجماع جهانی برای ما به وجود بیاره یا دیوانه خلوچلی اروپایی قبولش ندارن. اما بنده از 4 سال تو سخنرانیام دارم میگم رئیس جمهور بعدی آمریکا یه زنه. اسم هیلاری کلینتون هم نبردم، گفتم رئیس جمهور بعدی آمریکا یه زنه. اولا چرا اسم هیلاری کلینتون رو نمیبردی؟ مثلا عمه شما میخواسته بیاد از ایران بشه رئیس جمهور، وقتی هیلاری کلینتون 8 سال پیش با اوباما به اصطلاح مبارزه انتخاباتی کرد، پس معلوم بود فقط هیلاری کلینتونه. به شما نمیگم چیه، میخواد حالا یه چیز مخفیانه درست کنه. حالا بفرما. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا باید یه سیاه پوست باشه، اینا برای آرام کردن ذهن مردم دنیا سا، حالا برای رئیس جمهور آمریکا زن باشه. واقعا هر کسی این فیلم رو درست کرده این خنده رو به جا گذاشته. یادم میاد که آقای میبودی هم میگفت اگر رئیس جمهور ایران احمدی نژاد بشه ایشون از رادیو تلویزیون میره بیرون و نرفت. من همیشه گفتم اهل قمار و شرط‌بندی نیستم و با وجودی که تو برنامه هم مثلا میگم اگه شما همچین چیزی رو به من نشون بدی من به شما 100 دلار میدم، اگه من برنده شدم شما 10 دلار بده، یکی از دوستان خودش برای من نوشته بود که اگر آقای ترامپ برنده شد من 500 دلار به تلویزیون مردم میدم و خیلی خوشم اومد. اون روز یا دیروز بود برای من نوشته بودن که من باختم و شما برنده شدی با وجودی که من یعنی به ترامپ رأی ندادم، ولی من این 500 دلار رو قسطی ماهیانه برای شما ارسال میکنم. من برای ایشون نوشتم که من اول از لطف شما ممنونم و این شرط بندی و اینها یه شوخی بیش نبوده و شما به من بدهکار نیستید، شما بازنده نیستید، من هم برنده نیستم و شما اگه دوست داشته باشی هر وقت که به اصطلاح وضع مالی خوب باشه میتونی تلویزیون مردم رو حمایت کنی و من هم به نوبه خودم تشکر میکنم و ممنونم. آقای حسن خزائی امروز لطف کرده پیغام گذاشته، بازم از اون پیغامایی که اگه دلت خواست پخش کن و من دیروز منتظر شما بودم که تماس بگیری این دو قسمت دوم کامپیوتر اینا رو درست کنیم که چجوری عکس بفرستیم، چجوری عکس از
نوشته ها بگیری یا اسکن کنی، ولی میدونستم که شما احتمالا چون اون سه شنبه شب به اصطلاح بیدار بودی و چهارشنبه خسته بودی، روزم لابد به کارات میرسید، اینها در هر صورت این پیامی که گذاشتی من پخش کنم برای بینندگان. برای چی عزیز من؟ شما لطف کردی یه نامه برای من فرستادی، 9 دلارم پول پستشو دادی، این برای بینندگان برای چی؟ ما منتظریم شما. بله امروز 11/11 است، 11 نوامبر، 11 نوامبر هم 11 ماه است و شما 11/11/11 شروع کردید برنامه های ما رو دیدن. از اون روز تا الان با ما بودید 5 سال، 5 سال هم هست که میخوای برنامه داشته باشی. حالا که همه امکانات آماده شده، البته تو همین پیامش گفته که باز کامپیوترش یه مشکلی پیدا کرده، برده داده اونجا که درستش کنن، امیدواریم مشکل برطرف بشه. و امروز تلفن رو باز گذاشتم، اگر شما هستید آقای خزایی بیان 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنید. دوستان دیگه هم اگه بخوان میتونن با این شماره تلفن 5، این پروگرامر ما گذاشتیم اینجا خیلی ریز می‌نویسه، هر کاریش هم می‌کنیم درست نمیشه که سایزشو بزرگ کنه، و میتونن تماس بگیرن. دوستان بیننده هم اگه میخوان نظرشون رو درباره انتخابات آمریکا بگن، خوشحالی مثل من که ترامپ برنده شده، ناراحتی، فکر میکنید اینایی که تظاهرات دارن میکنن، چیزا رو میزنن میشکنن، دو کار درستی انجام میدن؟ چون طرف میگه ما میخوایم به ترامپ نشون بدیم. یعنی چی نشون بدیم؟ که تو فقط نیستی که احمقی، ما میتونیم احمق باشیم. بعدم سب بدید مثلا ترامپ بیاد یه بیل، یعنی یه قانونی رو تهیه کنه بفرست مجلس شورا، بعد از اونجا بفرستن مجلس سنا، اون موقع شما تظاهرات کنید. بعد شما لابد خیلی به خودتون مطمئن بودید که خانم کلینتون برنده میشه، رفتید رأی هم ندادید. حالا که کلینتون برنده نشده، شما دارید اون کار ترامپ انجام میدید. در صورت من نظرمو گفتم، امیدوارم که به اصطلاح شما هم نظراتتون رو یا الان در حین برنامه زنده بگید، یا وقتی که این برنامه ها بازپخش میشه روی یوتیوب. شماره تلفن‌های ما همینه 202-695-2573، این هم برای تلفن هم برای تکست خوبه، ولی 703-957-6150 که تلفن سیستم قدیمی هست فقط برای پیام گرفتن خوبه، میتونید زنگ بزنید و پیام بذارید و اینها. خب ببینیم که در این مورد حق با شماست که چرا در مورد کثافتکاری های رژیم پیشین آنچه جمهوری اسلامی بیان می کند با اظهارات دیگرانی که حقیقت را بیان می کند یکسان است. خب آقای نکته بین، گفتن حقیقت به هر زبان و با استفاده از کلمات و جملات مختلف محتوایش کاملا یکسان است. این یه نفر به نام نکته بین برای آقای آریانپور نوشته. آقای آریانپور فکر کنم سه شنبه برنامه داشتن در رادیو کیان ایران، و رادیو کیان ایران برنامه هاشون رو ما هر روز پخش میکنیم. اونها 5 روز هفته برنامه دارن، جمعه های برنامه دارن به نام آدین شب، اون رو هم ما پخش میکنیم برای ویکند. برنامه های سرهنگ فرهومند هم خیلی متنوع و به قول معروف با حال هست، موزیک میذاره، خبر میگه، آگهی هاشونو میخونن و الی آخر. از دوستانی هم که برنامه ایشون رو از تلویزیون مردم دیدن و با ایشون تماس گرفتن، گفتن که ما هر وقت رادیو کیان ایران رو نتونیم بگیریم از تلویزیون مردم میگیریم. ممنونم که ایشون مطمئن بودن، ولی حالا دیگه مطمئن تر شدن که برنامه هاشون هم اینجا پخش میشه. بله، واکنش های ورزشی به انتخاب ترامپ. حالا دیگه هر کسی هم میخواد واکنش نشون بده و که چی؟ آقا خانم، این خود آقای اوباما هم آمد، خود خانم هیلری کلینتون هم آمد، اونایی که به اصطلاح صاحب عزا بودن گفتن بابا تموم شده، مرده رو دفن کردیم، برید خونه هاتون. حالا شما وایسادید مثل اینایی که بعد از 1400 سال خودشون تو نمیدونم گل میزنن و اینا، که با همه مراسم مذهبی به اصطلاح مغایرت داره و بارها گفتن این کار اشتباهه، یا خودشونو به وسیله قمه و اینها آسیب میرسونن، زنجیر میزنن و اینها، شما هم دارین همون کار رو انجام میدید که کار درستی نیست. و اما 21 آبان 1395
برابر با 11 نوامبر 2016 بهتون گفتم که آقای دکتر دکتر کاظم افشارها امروز 3 بعد از ظهر با ما خواهند بود و امروز موضوع برنامه من اینه، انتخاب ترامپ و تأثیر آن بر آمریکا و دنیا. گفتمتون تلفن رو من باز گذاشتم که آقای خزائی زنگ بزنن تماس بگیرن با شماره تلفن 202-695-2573. امیدوارم که از لحاظ ساعتم که ایشون الان با ما تو چیز هستن، به اصطلاح توی فلوریدا هستن، چون ایشون گاهی وقتی کالیفرنیا که 3 ساعت از ما عقب هستن، بعضی وقتا هم الان چند ماهی هست که فلوریدا هستن، احتمالا حالا که هوا سرد میشه اینجا اونجا هوا خوبه، ایشون در فلوریدا خواهند بود که با ما همزمان هستن. ولی بریم سراغ پوشه‌ای که من براتون گذاشتم. نوشتن که این شعر فریدون مشیری رو هر شب قبل از خواب بخونید. این رو آقای مسعود سهیلی، مسعود میرزای عزیز، شاعر و نویسنده فرستاده. من برایش نوشتم که والا این منو یاد نماز خوندن افرادی میندازه که روزی 17 بار دلا و راست میشن ولی نمازشون که تموم شد باز دوباره همون آدم قدیمی هستن، آدم بهتری نشد. من یاد کلیمیا میندازه که شنبه ها میرن تمپل و میرن کنسا و فلان اینا، باز دوشنبه و یه شنبه همون آدمی هستن که بودن. یادم میاد به اینایی که میرن نماز جمعه روز جمعه ها ولی باز بعدش همون بودن که هستن، همونی هستن که بودن، و همینجوری مسیحی ها. و چه فایده ای داره که من بیام شب برای خودم اینو بخونم، یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشد، بعد نگویم به هوا آب زمین، مهربان باشم با مردم شهر. چند بار در روز از این چیزای خوب به دست من و شما میرسه، یه لحظه نگاه میکنیم، گوش میدیم، میخونیم، بعد میندازیمش دور. اینم پیام آقای علو. سلام عرض میکنم آقای سوری، حال شما چطوره؟ خسته نباشید. این گلزن یا خرابکار کنه، خرابکاری کنه دقیقه 90 هستم. اول من دیروز بله، و شما لازم نیست اینقدر پول پست بدی. خود پستخونه یک پاکتایی داره و یه باکسایی داره که میگه هر چی میتونی داخل این بذار، ولی مثلا این 3 دلار خورده، اون یکی 6 دلار خورده، شما 9 دلار برای یه پاکت معمولی دادی که تازه از من امضا بگیرن. حالا شاید من اینجا نباشم، اونی که بهت میدن رسید که ازشون بگیری تراکینگ نمبر هم داره، روی تراکینگ نمبر هم شما با کامپیوترت که بزنی نشون میده که این کی از فلوریدا راه افتاده، کی رسیده نمیدونم نورت کارولینا، کی آمده اینجا پستخونه واشنگتن، کی آمده پستخونه ویرجینیا و کی هم رسیده به دست ما. یه چیزایی رو اینور و اونور شاپران کردن، یعنی جستجو کنی ببینیم کجا یه چیزی رو ارزونتر میدن همون تو قیمت و اینا، بعد این پول رو به خرج جاهای دیگه بزنیم که لازم تره. در اصل ممنونم، شما هم لطف کردی ماهیانه فرستادی، مال ماه قبلم که مشغول بودی نفرستاده بودی، این ماه 2 ماهه فرستادی، بالاتر از این برای که دیر شده رفتی پستخونه 9 دلار هم گویا پول پست دادی. ولی من خوشحال می‌شدم اگر این چند دقیقه که شما زنگ زده بودین نظرتون رو راجع به انتخاب هلری، مخصوصا چون روز گفته بودید برید رأی بدید، روز دوشنبه به مردم گفته بودید، نظرتون رو راجع به اون من میشنیدم. این هم از این. بذارید من ببینم که برنامه‌مون ضبط میشه، ما اینقدر داریم سر و صدا میکنیم. بله پراپرتی یه دونه دیگه، بله داره ضبط میشه. حسن این فیسبوک اینه که اگر یه وقت اون ضبط نشه اینم ضبط میکنه. البته میبینید کیفیت و کوالیتی فیسبوک به اون خوبی نیست. حقیقتش هم میگم دیروز و پریروز ما باز یه مقداری وقت گذاشتیم، وقت پوله دیگه، وقت گذاشتیم، اون دستگاهی که خریدیم کار نکرد، 2-3 تا برنامه دیگه گرفتیم و اینها، که یکیش مثلا میگه باید ماهی 99 دلار به ما بدی، گفتیم بابا ما بیزینس نیستیم. گفت من میشناسم، من گفت اگر به عنوان بیزینس میخواستم حساب کنم باید نمیدونم 990 دلار میدادی ماهیانه.
حالا شاید هم سالیانه گفته. در هر صورت ما که پول ندادیم فعلا همون مجانیش هم امروز کار نکرد، گذاشتیم به امان خدا. خب ببینیم که دیگه چی گذاشتیم اینجا برای شما بخونیم و بنویسیم. آها، یک پروگرامی هست یا یک گروهی هستن به نام آواز، ولی نه آواز ایرانی. مثلا اینو ریکن پاتل برای من فرستاده، بعد نوشته دیر فرند، دوستان خوب، دوستان عزیزم. بعد نوشته که همه مردم، اصلا متنش غلطه، وقتی متنش غلطه آدم نباید بخونه. آقا همه مردم یا خانم همه مردم با ترامپ مخالف نیستن، توی دنیا الان یه قسمتایش خوشحال شدن. یکیش همین آقایی که میگفت که حتما 4 سال دارم میگم که رئیس جمهور بعدی یک خانمی میشه که اشتباه کرده، این آقا میگه خوشحاله. آیسیس خوشحاله. امروز آرتی و سی ان ان و اینا نشون میدادن که آیسیس یا همون حکومت اسلامی داعش خوشحاله. حالا چرا نمیدونم، چون این ترامپ یکی دیگه از قولهایی که داده به اطرافیانش که برش رفتم قول دادن، اینه که من آقا از همه بیشتر بلدم، از جنرال ها بیشتر بلدم و اینجوری اینا رو نابود میکنم. حالا ببینیم چه خواهد شد. خب One other just shared your video. خیلی ممنون آقای پرویز و یکی دیگه از دوستان میگه ویدیوی ما رو شیر کردن. ببین چون شما شیر کردی من یادم افتاد که خودم این کار رو نکردم، برم ویدیو رو شیر کنم با دوستانی که روی صفحه شخصی من هستند. این هم از این. و بله میبینیم باز تصویر ما اون بالاست و از بالا تا پایین اینجوری تقریبا سیاه رنگه، ولی کاریش نمیتونیم بکنیم. به قول دوست و معلم عزیز من آقای احمد قوامی، پول توش گیر کرده. میرفتم باهاش تعمیر تلویزیون و میگفت سوربی جان میدونی این چیش خرابه؟ میگفتم نه. میگفت که پیش پول. یه چیزی بود توی تلویزیون ها، من هیچ وقتم یاد نگرفتم آخر اسمش چی بود، پیش پول بود چی بود. بعد سوربی با مردم ببخش اینم بفرستیم بره. بعد میگفت که این باید قبلش از مردم پول بگیرم. میدونی اولا که تلویزیون اومده بود تو ایران، الان هم همینجوری اینجا اگه یه چیز خراب بشه مثلا یه تلویزیون بزرگ کسی نمیزنه زیر بغلش ببره فروشگاه. زنگ میزنی یه نفر تعمیرکار میاد یا تکنیشن تیوی میاد نگاه میکنه، برای همین آمدنشون میگن ما 80 دلار میگیریم. میایم بعد بهتون میگیم مثلا 200 دلار 300 دلار خرجشه که درست بشه، اگر خواستید ما درستش کنیم اون 80 دلار کم میکنیم. در صورت در آمریکا هیچ چیزی مجانی نیست. امروز بازی دوستی برای من نشود آقا نمیدونم فلان ستلایت که شاخه ای از فلان ستلایت هست 40 روز بهتون مجانی میده بیاین. حالا شاید یکی پیدا شد تو این، گفتم آقا من چیز مجانی نمیخوام، من خودم به مردم میگم ما گرفتار این مکافات ها شدیم برای مفتخور بودن، باید مفتخور بودن رو فراموش کنیم و بذاریم کنار. از خانم نیر ممنونم، برنامه قبل رو شما دیدید بعد نوشتید که خوب گفتی ولی بعد اول خوب آمدی ولی بعد خرابش کردی. خب اگه به من بگید چه قسمت هایش رو خراب کردم، منم میشینم فکر میکنم میگم بله ایشون درست میگه، دفعه دیگه اشتباه نمیکنم. ولی اگه همین بگیم خراب کردی، کجا؟ از اول تا آخرش خراب بوده. شما که خودت گفتی اولش خوب آمدی، اولش معنیش چیه؟ 1 دقیقه اول، 50 دقیقه اول، 60 دقیقه اول، 119 دقیقه اول. به من یه مقداری واضح تر صحبت کنید، چون من اینجا نشستم همه چیزها رو نمیتونم فوری بفهمم که نظر شما راجع به اون خبریه که مثلا من اینجوری خوندم. بله باز همینجوری که گفتم ایمیل های زیادی تو این 2 روز گذشته آمده که مثلا این یکی نوشته که کن ترامپ unravel the ایران دیل، it's complicated. میگه خیلی پیچیده است. شما فکر میکنید که این آقای تویتا پارسی فرستاده، میگه که the ایران دیل، میگه شما فکر میکنید که آقای ترامپ میتونه تأثیری بذاره روی به اصطلاح روی برجام، روی اون چیزی که بین ایران و آمریکا و کشورهای اروپایی 2-3 سال رفتن و آمدن تا بالاخره پارسال به نتیجه رسید و
یه مقدار پول ایران آزاد کردن، یه مقدار تحریم ها برداشته شده، ولی آقای تریتا پارسی میگه این برنامه رابطه با ایران هم ترامپ مثل تمام برنامه‌های دیگه ناگفته گذاشته، چون حقیقتاً 18 ماه که اینها تو سر و کله هم میزدن قرار این بود که بیان توی این مدرسه، بیان توی اون سالن شهرداری، بیان توی اون دانشگاه، مردم ازش بپرسن آقا تو که میگی مثلا آقای برنی سندرز میگی شهریه ندن بچه ها، پول شهریه رو از کجا میاری؟ یا آقای ترامپ شما که میگی من میرم میزنم آیسیس رو توی یه روز، دو روز، پنج روز، ده روز، چرا؟ چجوری فکر میکنی؟ اینا به جای این فوش هم دیگه میدادن، اون مدارک اونو میکشید بیرون، اون مدارک اونو میکشید بیرون، به اینجا رسید که الان آمده بی برنامه و مسخره میکردن. دیشب میگفتن توی هفت شهر بزرگ از جمله نیویورک تظاهرات بوده، ترامپ از اون بالا، چون تو نیویورک زندگی میکنه، از اون بالا نگاه کرده گفته ببین هنوز من رئیس جمهور نشدم، مردم دارن شادی میکنن تو خیابونا. یعنی اصلا توی دنیای دیگه است. ترامپ hasn't mastered the art of killing the Iran deal، میگه این هنوزم نتونسته به اصطلاح یه طرحی بده که یعنی ما با ایران کاری نمیکنیم و اینها، هرچی بود حرفای قلدری میزد و بی پایه و اساس. و اما آقای آریانپور باز یک مقاله ای رو در رابطه با آب فرستادن که اگر شما دوستان مایل هستید، این چندین صفحه است. البته این رو سه شنبه این هفته نبوده، مسابقه کرده بودن سال 2012 بوده، ولی در رابطه با آب و هوای ایران این مقاله رو نوشتن. اگر خواستید به من بگید تا براتون به اصطلاح بفرستم، یا با خود آقای آریانپور تماس بگیرید، هم از لحاظ فیسبوک هم از لحاظ بلاگ ایشون خیلی فعال هستن. و اما از طرفی بعضی چیزها رو با جوک و اینها این چند روز رو باید بگذرونید تا به اصطلاح مردم بدونید پدرت هم که فوت میشه فکر میکنی دنیا آخر شد. یه هفته که میگذره با خودت روز اول میگی من هر روز میام سر خاک، بعد یه هفته نمیری، بعد دو ماه یادت میره. در هر صورت این یه درس ریاضی در رابطه با عدد بیلیون گفته، میگه که هر وقت این سیاست مدارا آمدند و به شما گفتن یک بیلیون، یادتون باشه که یک بیلیون مثلا یک بیلیون ثانیه شما رو بر میگردونه به 1959، و یک بیلیون مینیت شما رو بر میگرده به موقعی که عیسی مسیح زنده بوده، یک بیلیون آورز شما رو میبره به ancestors were living in the stone age، شما رو بر میگرده میبره به آبا و اجدادمون که توی این استون ایج، اگه اشتباه نکنم دارک ایج هم همینو میگن، این موقعی که میگن آدم ها توی غار زندگی میکردن و اینها. در هر صورت 1 billion days ago no one walked on the earth بله میگه که 1 billion روز قبل اگه برگردیم به عقب هیچ کسی با دو تا پا را نمیرفت، یعنی برگردیم به همون که ما میمون بودیم و اینها، که خیلی ها این فرضیه داروین رو قبول ندارن. و اما اجازه بدیم من ببینم میتونم با این برنامه، اینم میگم به خاطر اون برنامه ما اومدیم یه برنامه دیگه گذاشتیم، حالا اون برنامه ما رو دست پامون بسته، یکی میبینید این شماره ها الان چقدر ریز نوشته، نه این قبلی، بذارید براتون بیارم، این بود، بله چقدر ریز نوشته، مثل همیشه درشت ننوشته. بعد وقتی میخوایم یه چیزی رو نشون بدیم اون موقع خیلی ساده یاد گرفته بودیم میمدیم، این پروگرامه همون پروگرامه و قراره که این رو بهتر کرده باشه، ولی آمده یه چیز خیلی خوبش رو از بین برده و ما نمیتونیم به شما به اصطلاح صفحه خودمون یا یک قسمتش رو نشون بدیم، میتونیم به اصطلاح همه صفحه رو نشون بدیم که خب من نمیخوام اون کار رو انجام بدم، ایمیل آدرس طرف هست، اسامی هست، چیزایی هست که خوبم نیست، درستم نیست که بدون اجازه دیگران ما ایمیلشون رو به شما نشون بدیم. اینه که یه مقداری من امروز سلو هستم، باز میگم امیدوار بودم که آقای خزائی با این پیامی که گذاشتن ساعت 2 حاضر باشن، ولی ایشون نمیدونم کانسپت این قرار مدار رو
هنوز متوجه نیست که آقا چه باید کرد. بذاری من یه بزنم کانتینیو برتش، دوباره بیاد اینجا و بنویسیم که بله این یک اسکرینی و ببینیم یادمون هست چه کار کردیم یا یادمون نیست. این هزین گذشت، بله امان از پیری. هی پیر میشیم، هی اینا هم مشکل تر میشه برامون. و ریموو ریموو، حالا یه دونه جدید بذاریم. اد میگیم سکرین کپچه. آها قرار هست که این درست نشون بده. حالا ببینیم درست نشون میده یا نه. این رو هم بیاریم تا اینجا برای شما دوستان، این رو هم بیاریم اینجا بگیم که مثلا یه پروگرام دیگه هست به نام X-Split Broadcaster. میدونید که این پروگرام ها رو بچه های جوان 17-18 ساله مینویسن، درست میکنن با یه شور و هیجانی، دیگران هم ازش استفاده میکنن. بعد من و شمایی که اصلا کامپیوتر نبوده توی زندگیمون تا 10-15 سال پیش، اگرم بوده برای حساب و کتاب بوده، به دنیا وصل نبوده. الان چند سال واقعا اینترنت اینجوری به این سرعت؟ امروز که از دوستای من داشت از کانادا کالیفرنیا میرفت مکزیک، به من گفت شماره تلفن برنامه رو بده که من گوش بدم. وقتی دادم گفت چقدر خوب، تلفنمو گذاشتم به وسیله بلوتوث وصل کردم به دستگاه ماشین، به اصطلاح بلندگوی ماشین، و دارم به برنامه تو گوش میدم. پیش خودم گفتم خدا به داد مسافراش برسه، امیدوارم اونا ازش ناراحت نشن. خب اینم الان قبول نکرد که ما این رو به شما نشون بدیم. حالا چجوری میتونیم نشون بدیم؟ شاید اینجوری بکشیم بیاریمش اینجا کلک بزنیم، کلک رشدی. وقتا چرا میگفتن کلک رشدی؟ بله اینجا همه جوری که میبینید US Iran Relation Iran Policy Not Swayed by Trump Presidency. این هم همون که میگن، میگن بابا این یک چیزی گفت، یک غلطی کرد، شماها خیلی جدی نگیرید. این الان خودش مجبور میشه به این طرفدارای خودش یکی یکی بگه که بابا من مثل عاشق شدن که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها، ولی بعدش مشکل پیش آمد. من امیدوارم برنامه آقای افشارها رو بتونم تصویرشون رو از اسکایپ بگیرم، ولی نه اینجوری، به یه طریق بهتری. و حالا چرا این نشون نمیده؟ منی کم و بیایم سراغ اکس. میگم که اینا گاهی وقتا آدم واقعا میمونه که چرا این کارو میکنن. یه پروگرام خوبی بوده کار میکرده، برداشته بهترش کنه، کلن اومده یک آپشنایی رو از توش برداشته. حالا ببینیم ما اینجوری کلکش بزنیم. بعضی وقتا به این پروگراما من به خیال خودم میاد که دارم کلک میزنم، ولی کلکی در کار نیست. ببینم که این، بگیم اد، یه دونه کامرا اضافه کنیم. بله این کامرای دو، ببینید این یک کار یک کامرا رو انجام میده. بیایم اینجا و بهش بگیم ما میخوایم شما بهمون اکس سپلیت برادکستر. یادم آقای شاهین به اصطلاح جاوید شهافر این برنامه رو استفاده میکرد و بهش گفتم خب من نمیدونم چرا این بر نوشته سین، اون بر نوشته نمیدونم سورس، در صورت که خیلی ساده دوتاش میتونه یکی باشه. نمیدونم. بله الان نمیذاره. در هر صورت ما این رو، یا شاید باید آنش کنیم، بذارید ببینیم. ما حالا چلنج شدیم اینجا، اینو یاد بگیریم چه باید کرد. آوتپوت، آهان بابا باید رو روشنش کنیم. نتورک لوکال ریکوردینگ، بذاریم بفرستیم ببینیم قبول میکنه. این قبول نکرد، نمیدونم، انقدر آپشن های مختلفی داره نوشته. آوتپوت مثلا به یوتیوب میتونیم ما بفرستیم، به مردم تیوی میتونیم بفرستیم، به نتورک NDI بفرستیم، به پروژکتور بفرستیم. پروژکتور سین یک سین دو، نمیدونم در اصلا موندیم توی این یک کار.
و در کار خود هنوز استاد نیم. اینه دیگه، نمیدونم چجوری میگم، شاید تصویر آقای افشارها رو به این صورت بذارم، حالی راهی یاد گرفتم به این صورت. اوکی، یک کاریش میکنیم. خب دوستان عزیز، این نوشته رو چیز فرستاده بود، NIC آقای، یا NCI، بذار ببینم این چون با نیاک اسمشون یک کم نزدیکه، من گاهی وقتا قاطی میکنم، ببخشید، AIC American Iranian Council، یعنی شورای ایرانی آمریکایی‌ها، که آقای هوشنگ امیراحمدی هستن. دیروز یه فیلمی من نگاه میکردم ببینم، میگن که آقای سول برنامه‌تون هر 7 الی 8 دقیقه فریز میشه، اطلاع بدن که شخص دیگری هم این ایراد رو در برنامه داره یا نه. خیلی ممنونم. شاید این سیستم جدید به جای روی 300 روی 2500 پخش میکنه، و من چون قبل از برنامه گرفتار شدم، شاید اونو نتونستم عوضش، یعنی یادم رفته بیارمش پایین، و اگه اینترنت شما قوی نباشه ممکنه این به اصطلاح اینا میگن درگ میکنه یا گیر میفته یا فریز میشه، این اشکال پیش بیاد. ولی با همه اینا پرویز میپرسه، دوستان دیگه که دارید از روی فیسبوک نگاه میکنید، آیا این اشکال برای شما هم هست یا نیست؟ ممنونم ازش که با ما بوده و امیدواریم که با ما باشه. و پرویز هم حرفایی برای گفتن داره، ولی نمیدونم، اون وقتا هم است که همش در حال مسافرت بود، مشغول بود، ولی حالا نمیدونم چرا نمیاد با دوستان بشینه صحبت کنه. و اما توی همین جوک و این اوضاع و احوال گفتن که کامیدی وورلد، یعنی دنیای شوخی و خنده و مزاح، بعد نوشته که این This is reality, why they don't fulfill their promises. میگه این حقیقتیه که چرا اینها نمیتونن به قولهاشون رو انجام بدن. بعد میپرسه، میگه که ترامپ مثلا روز اول که رفت توی آفیس، وقتی که انتخاب، بعد از انتخابات، و CIA اومد صحبت کرد و FBI اومد صحبت کردن، این بریفینگ، یعنی میان بهش میگن که وضع ما الان اینجوریه، اینجا هستیم، این همه کارمند داریم، اینقدر نفرات داریم، اینقدر پول داریم، اینقدر پول لازم، و اونا یه مقداری در جریان گذاشتن میذارن. بعد میگه که ترامپ بهشون گفت که We must destroy ISIS immediately, no delay. همین چیزایی که دستشم اینجوری میکرد، ما باید ISIS رو همین الان از بین ببریم. میگه CIA بهش گفته که We cannot do that. گفته آقا ما نمیتونیم همچی کاری کنیم، ما اونها رو درست کردیم با ترکیه و سعودی و قطر و اینها، و به این سادگی نیست. ترامپ میگه که دموکرات این حزب دموکرات اینها رو درست کرده. CIA میگه که We created ISIS, you need them or else you would lose funding from the Natural Gas Lobby. میگه که CIA میگه ما درست کردیم، حزب دموکرات درست نکرده، و شما اینو احتیاج داری تا بتونی پولای گاز و نفت و اینا رو از اون کشورها بگیری. به انگلیسی از یه مقداری هم طولانیه، ولی حقیقته که به صورت طنز اینجا نوشته شده است. اینم از این. من اون روز گفتم که جان پیلگر، یکی از دوستان ما که انگلیسی و فرانسویش خیلی خوبه و این آقا رو میشناسه، گفت که اسم این آقا استرالیایی هم هست، جان پیلجر هست، و من اون روز گفتم بهتون که طبق گفته جان پیلجر توی آمریکا پرزیدنت مثل ایران هیچ کار است، سازمان ها و نیروهای بالاتری هست. حالا توی ایران اقلا میبینیم پرزیدنت هیچ کار است، ولایت فقیه نشسته، اینجا شما اونو نمیبینید. یه فیلمی هست به نام زیرو دیز، با یه فیلم معمولی زیرو دی اشتباه نکنید، زیرو دیز فیلمی هست راجع به ایران، راجع به آمریکا، راجع به اون ویروسی که آمریکا فرستاد، اسرائیل دستکاری کرد توش، بعد ضرر زد به هم،
شد، رفتن ایران یه چند تا چی رو خراب کردن، بعد برای که اینا نفهمن دوباره اینو فرستادن. اینا میگن اگریسیو. اگریسیو یعنی این بار این ویروس عصبانی تر قوی تر رفت به صورت وسیع، ولی وقتی رفت اختیارش از دست خودشون در رفت، برای خودشون هم آمد خرابکاری کرد. و اون البته صدای زن گذاشته بودن، ولی من فکر کنم یه آقایی بود داشت توضیح میداد. این چرا رفت روی نه دوباره؟ امروز میگم برنامه ما یه کمی این اذیتمون میکنه، خیلی برنامه جدید حساسه، برای که باید یه نفر پشت این کیبورد باشه، من ماوس رو تکون میدم این میریزه به هم. در صورت اون فیلمه رو اگه تونستید حتما نگاه کنید. بعد این آقایی که مال CIA بود و نگران بود، آمده بود قیافش و صداش و اینا رو عوض کرده بود توضیح میداد، میگفت که ما هیجان زده شدیم، اومدیم گفتیم آقا ما میتونیم دیگه این روزا لازم نیست با موشک و هواپیما بلند شیم از اسرائیل 600 کیلومتر بریم عراق بزنیم، سرعت بی‌نهایت و هدف هم هرچی دور باشه با اینترنت بهشون میرسیم تو کمتر از 1/100 ثانیه. گفت چه کار کنیم؟ گفت میتونیم منابع آب رو مسموم کنیم، میتونیم منفجر کنیم، میتونیم تخلیه نمیدونم چی رو به گاز و نفت و اینا همه رو اینا رو به اصطلاح روی حالت ایست نگه داریم، و وقتی اینا رو حالت ایست بیاریم اون جامعه اول شورش بلوا میشه، مردم گرسنه هستن، مردم آب ندارن. شما چشماتون ببندید، شمایی که تو آپارتمان زندگی میکنید، منی که حتی تو خونه زندگی میکنم، اگر 3 ساعت آب شهر قطع بشه، یه بار که میرید دستشویی توالت فلاش میزنید دیگه آب نباشه اونجا پر بشه، آب که قطع میشه توالت رفتنت هم به مخاطره میفته، آب خوردن که نداری هیچی، دستشویی هم که نمیتونی بری هیچی، چیکار میکنی؟ میری تو حیات همسایه، همسایه کجا میخواد بره؟ میخواد بیاد تو حیات تو؟ یعنی یه جوری شده که این سیستما رو، چون از اون حالت من یادمه ما توی خونه شوهر عمم یا خونه عمم اینا چاه آب داشتن که بعد لوله کشی کردن، یه دونه لوله یه دونه شیر آبی که بعدم فهمیدیم چرا بهش میگن شیر، شیر آبی، چون تمام جاهای دنیا اول این آبها از طریق مجسمه ها از تو دهن شیر میمده، به همین خاطر بهش میگفتن شیر آبی، والا حقیقتش لوله است، پایپ، یا اینجا میگن فازت. در هر صورت اونجا آب داشته، یعنی اگر یه اتفاقی میافتاد اینا اقلن از لحاظ آب خودکفا بودن. بعضیا ما که نه، ولی یکم مثلا تو دهات میرفتی اینها از لحاظ نون درست کردن و اینها خودکفا بودن، ولی الان شما فکر کن شما اینترنتت قطع بشه امروز فلجی، برقت قطع بشه فلجی، و اینا گفتن که ما میتونیم صدمه بزنیم. بعد اون آقای گفت که اینها یکی بهشون نگفت شما که این چیزه رو درست میکنی، این اسلحه رو درست میکنی، آقای سرخپوست رو میکشی، ولی اگه یه سرخپوستی آمد از بالای درخت پرید رو تو کشتت، اسلحه دست اون افتاد چی میشه؟ یا یه عده‌ای دیدید دیگه رفتید اسلحه فروختید به سرخپوستا چی میشه؟ این ویروسی که درست استان چی بود اسمش؟ اسم ویروسه گو، اصلا اسمش این نبوده، گو اسم این ویروس رو اونایی که آنتی ویروس درست کردن گذاشتن استاکنت، گو اسم این المپیک گیم بوده. اولا ببین چه آدم های پلیدی هستن اینها که اسم یه چیز بد و میان المپیک گیم میذارن، که شما هر وقت اسم المپیک گیم میاد یعنی بازی های المپیک یادتون میفته به این. دوم این که میگفت که قرار نبود اصلا این جایی بفهمن و فلان. بعد برید همین اسنودن که الان آقای اوباما میگن بابا اینو ببخش و نمیبخشه، اسنودن بود که اومد گفت آقا این اوباما بوده که امضا کرده برید بزنید ایرانو. ایران نه طنز رو زدن، یه جای دیگه هم زدن. بعد ایران هم فکر میکرد سنترفیوژایی که دارن سرعتشون درست نیست و اینها، چون این پروگرامه رو جوری ساخته بودن که از این ور خرابکاری میکنه ولی از اون ور نشون میده همه چیز درست، یعنی به شما که نشستی پشت این مانیتور نگاه میکنی، ولی نه گفته نماند. این ایرانی ها یه فیلمایی گرفتن، آقای خاتمی میرفت، آقای احمدی نژاد میرفت بازدید میکرد، لباسای سفید میپوشیدن، یه این کفشای تمیز میپوشیدن که از این روکشا گالش بهش میگن، کثیف نشه رفتن، از روی
از روی اون فیلم ها کامپیوتراری که نشون دادن، اینا کامپیوتراری که دیدن، گفت این کامپیوترها، این مانیتورها، این چیزایی که نشون میده، اینا برای نیروگاه اتمی برای تولید برق نیست، اینا برای بمب اتم. نمیدونم 64 تاش توضیح میده اونایی که بلدن. در هر صورت از روی اون و از روی فیلمایی که فرستادن، نوع سنترفیوژا رو معین کرده بودن، از اون برگشتن زدنشون. خب اینم میمونه چی؟ ببخشید، لعنت به دهانی که بی موقع باز بشه. مگه اون داستان لاک‌پشت و اون دوتا مرغابی رو ما نشنیدیم که این لاک‌پشت همیشه کلاس دوم بود، همیشه دلش می‌خواست پرواز کنه، با اینا هم دوست بود. یه روز اینا گفتن خب کاری نداره که، ما یه چوبی میگیریم این ورش اون ورش رو ما میگیریم، شما با دندونت این وسط رو بگیر و میریم پرواز میکنی از اون بالا. وقتی این رب بالا، یه نفر از اون پایین کلاغی نمیدونم کسی گفت که اه نگاه کن لاک‌پشتم امروز داره میپره. اون از اون بالا گفت که کور شود هر آن که نتواند دید. خب دهنشو باز کرد، گفت افتاد زمین، لاک‌پشت یا به قول شیرازی یا کاسه پشت وقتی از بلندی میفت پایین میشکنه دیگه اون لاکش. اینم همین جوره. آقا شما این همه جلو رفتید، 8 سال جنگ و محاصره و نمیدونم فلان، هی پوز دادید، بعد اومد خودتون دوربین و فیلم هی فرستادید برای اینها. فکر کردید شما سپاه سایبری نمیدونم فلان، میشینید اونجا نگاه میکنید حتی برنامه های لس آنجلس، برنامه های دیگران. برنامه من، یه ویدیوی مال من رو گذاشته بودن، گفت این تلویزیون اطلاعات ایران نشون داده. گفتم والا خیلی جالبه، اونجا به ما میگن ضد انقلاب، اینجا به ما میگن مأمور جمهوری اسلامی. اینم از بدبختی جامعه ایرانی. در هر صورت شما فکر کنید فقط شما هستید که میشینید نگاه میکنید. الان برید ببینید از سال 2001 که ما میدونیم چقدر آمریکا استخدام کرده کسایی رو که بشینن فقط تلویزیونای کشورهای خودشون، کشورهای دیگران. اگه من فارسی بلدم بشینم تلویزیون افغانستان و ایران و اینا رو نگاه کنم و ببینم کی چی میگه، به اینا گزارش بده. و اینا هم درست عین خمینی از مردم خواستن اگر چیزی دیدید بیاین بگید، see something say something، اگه چیزی رو دیدی بیا بگو. الان توی جاده ها که شما داری رانندگی میکنی، میگه اگر یک چیز مشکوک دیدید به پلیس زنگ بزنید. من گاهی وقتا وای میسم کنار جاده مثلا یه چیزی بخرم، میگم الان قانونا آمریکایی‌ها باید زنگ بزنن بگن یه نفر که موهاش مشکی، الحمدلله ما سفید شد موهاش مشکی و ابروهاش مشکی و اینها، وایساده کنار جاده میخواد چیکار کنه. بعد 4 تا پلیس میاد میگن میخواد چیکار کنه، میگه آقا میخوام بنزین بزنیم دوباره بریم. اینجوری شده وضع دنیا. چرا؟ برای که استاکسنت رو درست میکنن، بیلیون ها دلار خرج میکنن، بعد همون استاکسنت میفته به جون خودشون، بعد آقای احمدی نژاد هم میاد پوز میده که ما درستش کردیم، البته ما نبودیم، امام زمان درست کرد و قدرت خدا برگشت به خودشون. دیشب توضیح میدم میگه اصلا کار به ایران نبوده، خودش برگشته، ولی ایران یک کاری کرده، ایران یاد گرفته، آمده دو بار حمله کرده، یکی مراکز بانکی رو از کار انداخته، یکی دیگه هم یه چیزی گفت و گفت که به اینها گفته که ببینید اگر این کار رو ادامه بدید ما باز این کار رو ادامه میدیم. بازم خدا پدرشونو بیامرز. در صورت فیلمیه که به نظر من دیدنش جالبه، 0 days، حالا اسمشم من نفهمیدم چرا گذاشتن 0 days، یعنی روزهای دیگه باقی نمونده به آخر دنیا. خب ببینیم که آقای آریان‌پور یه ایمیل فرستاده بلانک، پیروزی ترامپ تهدیدی برای حقوق بشر. نه آقا اصلا این خبرها نیست. ترامپ چه قدرتی داره؟ شما الان مصاحبه رو نگاه کنید، پریروز دالا این CNN و اینا به این رئیس به اصطلاح حزب اینجا بهش میگن چرمن RNC Republican National نمیدونم، رئیس حزب ریپابلیکن ها چون حالا میخواد یه پستی بگیره و اینها، این خانمه بهش میگه آقا این آقا گفته که من مسلمونا رو راه نمیدم، بعد گفته که پس ببینم این آقای خزایی باید باشه، قطع کرد. خب دوباره زنگ میزنه آقای خزایی، اگه شما بودی شمارت به نظرم آشنا بود و ازت خواهش میکنم وقتی زنگ میزنی
راجب انتخابات ترامپ یا اگر خبری داری بگو. اونی که نام پست کردی و کامپیوتر درست شده و اینها رو نگو، چون من یه بار گفتم شما یه بار بگی برنامه خسته کننده میشه و قرار نیست شما برنامه رو خسته کننده کنی. شما قرار برنامه رو بیای شاد و شنگول و متنوع کنی تا ما بتونیم افراد بیشتری رو ببینیم. بفرمایید. صدای کامپیوتر یا تلویزیون تو ببند. الو، سلام عرض میکنم آقای سوری. سلام آقای خزایی عزیز، بفرمایید. در خدمتتونم. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید. من زمینه که خب حالا دیگه نمیخوایم بگیم داستانش که چی شد با مردم تیوی آشنا شدیم، با قولن آنتن ماهواره رو باد برد 8 سال پیش و از طریق تیوی باکس آقای مترجمی با مردم تیوی آشنا شدیم. و چرا مردم تیوی من میخوام همکاری کنم؟ به خاطر که همین چند دقیقه‌ای که داشتم با شما صحبت میکردم توی موبایل دستم اون 11 11 11 رو از دقیقه 35 تا 40 رو نگاه کردم، صحبت هم اونجا بود، یعنی توی تلویزیون شما هیچ چیزی گم نمیشه و در واقع شما همه چیز رو جوابگو هستید و حساب کتاب و بایگانیتون درسته. و این که متشکر میشم به خاطری که من با وجود که فوق دیپلم فنی هستم و کار پیانو بودم اینا، ولی کامپیوتر و بچه ها رو توی شهرک غرب تهران میفرستادیم کامپیوتر یاد بگیره، بعد میگو بابا 20,000 تومن دیگه بده که مدرک به هم بدن. گفتم بابا تو خود یاد بگیری کافیه. و خب ما نرفتیم دنبالش. به هر حال 5 سال طول کشید تو الان ما اینجا در خدمتتون هستیم. و اینکه شما تو من میخوام از شما که معلم هستید و اوزدم گفتم حالت استادی از یک نظرهای از ما اطلاعاتون بیشتر هست، ماه رو منو را بندازید، یعنی توی اینترنت که خب با همین لطف شما من الانه ایمیل دارم و کم کم بازم کمکم خواهید کرد، فیسبوک و بچیهای دیگر رو و حتی اون آقایی که از یه جایی بودن که گفتن شما چرا تلگرام ندارید که حواله شون دست بیل باشه، این رو هم درست میکنیم که شما و من باید تمام شبکه های اینترنتی رو حضور داشته باشیم. هر کسی با یک نحوی آشنا هست. به هر نحو توی صحبتاتون هم امروز نقل نعین بنبن گفتید. من یه بار زنگ زدم یک چاله رو دیدم کنار یک اتوبانی توی لیک فورست و اومدن پلیس و اینا دیدن اوه اوه، یعنی اگر من دو چرخ رفته بودم تو این چاله می افتادم کنار اتوبان، تمامم پر کاپ بود. و اول اومدن گفتن تو اینجا چی کار میکردی؟ گفتم دارم میرم کالج رو نمیدونم ایتو شده، بعد کلاس هم ایستادم تو شما بیاد این ایراد رو رفع کنید، چون اگه یه کسی ندونه می افته تو این چاله. پر چی بود؟ پر چی بود؟ بله؟ چاله پر از چی بود؟ سیم برق کاپ، یعنی یه جور پل زده بودن. بعدن این ادیسون که شرکت ادیسون که تو کالیفرنیا کابل و برق و اینا هست، یه درپوش گذاشته بود روی چاهک. این چاهک درپوش شکسته بود و من نمیدونم، وقتی هم پلیس اومد گفت که ماشینی چیز اینجور رد شد که این شکسته؟ گفتم نه، گفتم منم داشتم میرفتم تو اون پایین. بعد که بایستادم ربع ساعت نیم ساعت تا پلیس اومد نگاه کرد، وقتی سرش اینطوری کرد گفت آخ آخ، یعنی اگه کسی بیفته تو این چاله که هم در واقع کنار اتوبان پلی زده بودن، شاید 10 متر ارتفاعش بود، خب دیگه چی میشد؟ تشکر کردن و ما هم اومدیم. حالا اینم یادم افتاد به نیندنونی که میگید شما اگه چیزی دیدید باید خبر بدید که دیگری یه همچون مشکلی. من در آینده اول میگن شما قرار بود که آقای دوستی داشتیم با پیانو خرید فروش میکردیم، میگفت آقا قرار تو قرار داد. من واقعا هم گرفتار هستم و میخوام از طریق شما و خودم یه تلویزیونی را بندازیم و اینجا هم هر از شاید یک روزی 10 بار، یک روز 5 بار، یک روز 50 بار با همین سلفون قدیمی میرم وایس آف آمریکا، بی بی سی، ایوری نیوز و گویا و اینا رو چک میکنم. اگر طوری باشه که بتونم همین چک کردن من به وسط برنامه های شما وصل بشه، این آخرین اخبار رو خواهد داشت.
زمین نه که... اینجوری نمیشه آقای خزایی، اینو بعد با هم صحبت میکنید چون من بله. نه حالا من چیزایی که در نظرم بوده و بعضی وقتا با دو چرخه حالا یا ویلچر اینا میخواستم رفتم چیز کردم بتونم به طور زنده از سطح شهر هم گزارش هم یادم میاد چند سال پیش شما بلد. آپارتمانی هم که بودی برای من گرفتی فرستادی، اگه همون کار رو ادامه داده بودی شما الان قشنگ یه برنامه منظم و مرتب داشتی. و امروز من ساعت 3 با آقای دکتر کاظم افشارها هستم، یه مقداری هم سیستممون مشکل پیدا کرد. بله میدونم، به خاطر همین من آخر برنامه زنگ زدم که شما صحبتاتونی کرده باشید و در واقع پل پشت سر خراب کرده باشیم که نتونیم زیادی هم حرافی کنیم. بذار ما درباره این ترامپ فقط صحبت کنیم. شما فکر کنم من براتون بعدن خواهم گفت که این یک برنامه بوده که حالا دارم اول از نظر کپی رایت و ایمنی و اینا فکر میکنم که نمیخوام اینطوری بگم. آقای همون مجمع تشخیص مصلحت نظام رو شاید شما یادتون بیاد، مجلس خبرگان و اینا زیر سر اونا. آقا شما فکر میکنی اگر ترامپ برنده نشده بود اون چیزی که نه یعنی شما درست میفرمایید، چون چی شاید همون مجمع تشخیص مصلحت نظام میدونستن که اگر اون ترامپ برنده نشه شاید جنگ داخلی میشد. بله ممنونم آقا، آخر هفته خوبی داشته باشی. ضمناً اون چیزی هم که گفتی من بعد با خواهش میکنم من گفتم برای که سریعتر این یعنی امروز میتونست اون بحث پستی دستون برسی میگفت $30 هیچ مسئله نیست، ولی من با ته پست معمولی تر که دو سه روزه ولی امضا بگیرن فرستادم براتون با $8-9 $10 به هر حال ممنونم و بعد پای قولمون بستیم و شما که معلم هستید و حوصله دارید کمک بگیریم که بتونیم این هدفهایی که داریم که امیدوارم در جهت کامیابی جامعه مون باشه بهش برسیم. متشکرم از وقتی که من دارید و گفتم همه چیز اونجا حساب کتاب داره و توی بایگانیتون همه ضبطی که چی گفت و چه شد. متشکرم از دوستتون و اگرم کسی صحبت چیز داره در رابطه با من حرافیام میتونه تماس بگیره. متشکرم، امری باشه در خدمتتون هستم. مرسی، به امید دیدارت. آخر هفته خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خدا آقای حسن خزایی از فلوریدا. و این ماجرایی که ایشون میگه ما دوست داریم که روی تمام شبکه‌های اینترنتی و سوشال میدیا باشیم فکر خوبیه. منم وقتی دوستان میان میگن میگم آقا من که اینجا هستم، تو هم که اینجا هستی، تو بذارش یه جای دیگه. هی به من نگید آقا من تو تلگرام هستم، من تو توییتر هستم، من تو اینستاگرام هستم، من تو این هستم، من تو ویمی هستم، من تو ویو هستم، بیا اونجا. آقا من یه نفرم، خانم من یه نفرم، نمیرسم. یا اینجا میای یا نه. در هر صورت ممنونم آقای خزایی. و ماجرای این که شما همینجوری که با رادیو اینها دور میزنی، من امین الان مثلا یه نفر برام از توییتر فرستاد که نمیدونم deadly attack on German consulate in Afghanistan، میگه که حمله به اصطلاح وحشیانه و کشتاری در افغانستان در کنسولگری آلمان در افغانستان. بله خبرای اینجوری رو یه نفر بگه آقا من میخونم خبرای امرجنسی اونا رو برات میفرستم، اون یه چیزی. ولی اینجوری باشه که تلفن ما باز بذاریم از اول برنامه تا آخر برنامه که شما که 18 بار مثلا وایس آف امریکا رو گوش میدی یا چیزای دیگه، اگه یه خبری آمد بالا اون نه دیگه، همه هم مثل شما دارن این کار انجام میدن. و من برنامه هم اینه، اسم برنامه هم هست سربی با مردم، یعنی همین چیزی که سربی به فکرش رسیده که چه خوب شد که ترامپ برنده شد. اقلن دو سه شب میبینیم حالا دارن حاضر میشن برای ویکند بیان چیز کنن، بیان بیرون، بیان تظاهرات و اینها. ولی اگر اونا برنده نشده بودن چی میشد؟ 100 میلیون اسلحه میدونید الان اگه وقت نشد، یعنی این چیز خرابه که من نمیتونم امروز بهتون نشون بدم که اون کارتونا یا کاریکاتورایی که کشیدن این چند روز بهتون نشون بدم که مثلا اون قسمت وسط آمریکا بیشتر این ور با سواد اون ور پولدارا اینها خب دنبال چیزای دموکرات هستن، اون وسط هارد لرنرها معمولا فارمر و یه با کم سواد و اینها هستن. و ترامپ میگن درست کپی احمد نژاد انجام داده،
یعنی آمد با مردمی که ناراحت بودن صحبت کرد، ولی وقتی که رأیشون رو گرفت برای همون مردم هیچ کاری انجام نداد. به جایی که بیاد پول بده به اونا، نون بده به اونا، جاب بهشون بده، شغل بده، برداشت براشون نیروگاه اتمی درست کرد که بعدم آمریکا زد داغون کرد، بعدم خودشون به دست خودشون سیمان ریختن توش پرش کردن. یه عکسی گذاشته از ترامپ، یه عکس گذاشته از احمدی نژاد و مقایسه میکنه که یکی یکی کارهایی که ترامپ کرده حقیقتا میشه بگی پا گذاشته جای پای احمدی نژاد. ساعت 2:58 دقیقه است، بذارید من برم سراغ آقای افشارها به وسیله سکایپ و ببینیم که امروز آقای افشارها چی میگن، نظرشون چیه. آقای افشارها ایشون هم یه جوری مثل من به اصطلاح میگفتن که ترامپ اگه بشه بهتره. اولا باور دارن ترامپ ممکنه اینو اون اجارش کنن ولی نمیتونن بخرنش چون خیلی پول داره، احتیاج نداره، در صورتی که اون چیزا همه فاسدن و به وسیله پول خریداری شدن. خب حالا این سکایپ ما هم جون میکنه تا وصل بشه. من اینا رو باید از قبل وصل کرده باشم، گذاشته باشم که بله وصل شدیم. بریم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها. آقای افشارها اگه شما صدای منو میشنوید از اون بر تماس بگیرید که گفتم من اینجا دو تا اسم برای شما دارم، بعض وقتا اونو زنگ میزنم میبینم نیست، میام این یکی آقای کاظم افشارها. فکر کنم دومی رو یه اوکی بغلش گذاشتم که بفهمم این اون بهتر است، جدیدتره. دکتر کاظم افشارها. بخیر اینم باز نمیشه، یکی دیگه. آها اینه. دوستان رفتیم کانادا و بذارید من ببینم تصویر آقای افشارها رو میتونم اینجوری بگیرم. چی نوشته؟ سعید لایف کانفرنس این کالیفرنیا فرام گلوریا. بله بله آقای سوربی، اون یکی رو بگیری، شما این یکی قدیم رو گرفتید. آها ببخشید ببخشید آقای سوربی. بله گفتم دو تا داریم و این مشکل هست، من باید به دوستان بگم اونا اونی که بهتره برای من بگیرن. الو جان بفرمایید. آقای افشارها ویدیو قربان سلام علیکم. به به آقا شما ماشاءالله وقتا وقتی خیلی یه نفر مرتب میشد میگفتن شازده داماد شدید. شما صدای چیز رو هم کم کنید لطفا، صدای بله خیلی تصویر. ما به قوه الهی همیشه داماد عشق. بله ممنونم. اجازه بدید من ببینم این تصویر شما رو میتونم ببرم بذارم اینجا. بله آقای افشارها بفرمایید. قربان این شما و این هم بینندگان تلویزیون مردم، بفرمایید با شما هستیم. اگه لطف کنید برای من یه مقداری راجع به انتخابات ترامپ صحبت کنید من ممنون میشم. بسیار عالی، چشم. بفرمایید. اولا سلام عرض میکنم آقای سوربی. ثانیه شما مثل که امروز دستگاه رو فرمودین یکم باید کار میکردین، حق بود یک چند دقیقه جلوتر این آزمایش انجام میشد، ولی خوشحالم که زود مسئله شکل گرفت. این که دو نفریمون دیده نمیشیم مثل قدیم خیلی برای ما خوشحال کننده نیست. چه تغییری دادی جناب آقای سوربی؟ در باور کنید خودم هم نمیدونم اینقدر برنامه جدید گذاشتم. اگر آقایی به فرمایی شکلی باشه که به اون ترتیب باشه قدی انسان خوشحالتر. چشم الان سعی میکنم اونجوری درست شده. خواهش میکنم. بله بفرم. عرضم به حضورتون که سلام خدمت شما عرض کردم و مشابه همیشه بسم الله الرحمن الرحیم عرض کنم و به این نسعیم یا من هو اختفا لفرک نوره الظاهر الباطن فی ظهوره
الحمد لله الذي خلق السماوات والارض والذي يحق الحق يزهق الباطل ويزيح الشبهات الصلاة والسلام على سيد المرسلين البشير النذير محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و آله طیبین طاهرین. سلام و درود بیکران بر یکتا پرستان عالم، بر معتقدین به ذات پروردگار صاحب کون و ملکوت و مالک یوم الدین با هر دین آیین در روشی که دارد. و بعد از آن جناب آقای سربی، پیشا پیش بنده میخوام یک هدیه ناقابلی که سخن از اشعار حافظمون هستش که به هر حال روز افتخارات شیرازی ها اولن و ایرانی ها ثانیان هستش، به خدمت حضرت عالی بدن بدون هیچ گونه تفسیری. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آیینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر زمون اینجاست، نه هر که سر بتراشد یا نه هر که سر نتراشد قلندری داند. این یایی که آوردم برای که در کتاب‌های مختلف در تفاسیر مختلف مثلا آقای دکتر شفیعی کدکنی هم شهری عزیز دوست مهربان عرضم به حضورتون، ایشون اگر اشتباه نکنم در کتاب قلندریه در ایرانشون رو قلندرها رو مودار مبافته گفتن اگر اشتباه نکنم. ادعای دیگر قلندران را سرتراشیده در تاریخ ایران گفتن، چون تاریخ قلندریه تاریخ بسیار مبسوطی است. فرها ما همونی میخواییم، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. اینو بدون هیچ تفسیری من لازم بود جلوتر عرض کنم که تقدیم بکنم و عقیده خودم رو درباره این آمارها و این دکان دستگاه های بسیار مسخره قرن 20 و 21 مجدداً تکرار کنم که با آنی که آمار ریاضی جزء دروس بسیار مهم در ریاضیات هست و ما هم از آن بی‌بهره نیستیم، اما به آماری که این آقایون میدن از لحظه اول ما خنده تمسخر داشتیم. و یادم نمیره 20 سال 25 سال قبل که آقای مایکریس پرمیر بود، یعنی وزیر بود در توی این استان اونتاریو، اون هم حرف قشنگی زد، گفت آمار مزخرفات است. حالا این مسئله رم چون حضرت عالی تأکید داشتید برای آقای ترامپ جلوتر بگم، من از زمان کلینتون آقای سربی همیشه در انتخابات امریکا خدا رو 100,000 مرتبه شد برندگی خوب پولی دارم، چون به هر حال نظر میبندم با افراد روی فاکتورهایی که خودم دارم، میگم آقا 100% ایشونه. و خدا رو شکر تا کنون که حدوداً 20 سال 23-24 سال میشه یک دفعه توی این نظر بندی بازنده نبودم. یک قدر بسیار ناقابل ناچیزی به قدر وضع خودم چند وقت قبل همین آخرین مرحله من خدمت تلویزیون مردم تقدیم کردم، 12 برابر اون من در همین سری آقای ترامپ برنده شدم و $150 یعنی $50 گیفت گرفتم از 3 مکدونالد در 3 نقطه جای مختلف این شهر تورنتو. و گفتم آقا هر مردی که آمد از ایشون یک سوالی بکنیم که آقا شما خوشحالید از این که آقای ترامپ برنده شده یا بدحالید؟ اگر گفت خوشحالیم شما بگین $5 کردیت دارید رایگان، هرچی مخواهی بگیرید بخورید. یعنی $150 هم بنده در این راه خیرات کردم دادم. علت مسئله این هست که من بین خبیث و اخبث، نمیگم بد و بدترین چون بد لغت خیلی سختی نیست، خبیث و اخبث، اینا آقا اصولا طوایف خبائث هست، اینا عرض کنم که نسل شیاطین هست. اینه بسیار خوشحال شدم که این عجوزه نیویورکی نرفت مجددن در اونجا، چون اینا خیلی خانواده دیس آنستی هستن جناب آقای
عرض کنم که سربی عزیز، تو خود حضرت عالی هم گهگاه به نفی اشاره کردید. من خیلی خوشحال شدم از این که این شون نرود دو مرتبه در اونجا و پیشبینی هم می کردم که آقای ترامپ بشود، کما که دو هفته قبل خاطرتون هست به عرض سودم. و این توصیه رم به افرادی که معتقد به دموکراسی غربی هستند که من نیستم، معتقد به حقوق بشر ساخته بعد از جنگ دوم جهانی هستند که من نیستم، این افرادی که معتقد به اون هستن لااقل حرمت اصول خودشون رو نگه دارن. میگوین یک سیستم کاملا آزاد که من اولی یه چشم بستن دو چشم ببندم، یعنی اینقدر دروخه، یک سیستم دموکرات با دو چشم بسته من، یعنی مسخره کردنشون این سیستم ها، گفته ایشون برنده شد. انصاف نیست که ما بگیم آقا طرفدارهای ایشون جزء افراد کنسواد، لوکلست، بیسواد یا هرچه دیگر که مفهوم مخالفش بشود که طرفدارهای مثلا اون عجوزه نیویورکی میتوانستن خیلی مثلا باسواد و با تحصیلات داشتن. خیر قربان، توجه داشته باشیم دستهای پنهان دنیا، کل ملکوت عالم جهان هستی صاحب داره. من کار ندارم اونی که میگه از انتر بودیم و از میمون بودیم و حتی یک مرد دام الخمر عرض کنم که توت شده یه نخست وزیر زمان انگلستان، اون داروین دیوانه رو هی بر میدارن شلغم و شوروا اضافهش میکنن و میخوان بگن این یک فرضیه است. ابدا فرضیه نیست. اون رنگ که میگنش پروفسور است همانطوریست که میگن شجاع‌الدین شفا پروفسور است، مطلقا اینجور نیست. آقا اینها فقط رفتن سر آنتل معروف شدن. این افرادی که عرضم به حضورتون تصور میکنن خدایی نیست، خیر خدا هست، عالم و ملکوت صاحب داره. این کره جزئی خاکی هم خیلی خیلی کوچولو هم این هم صاحب داره. اگر فکر میکنید و میکنید که صاحب ندارد، این هم مثل همون فکره که میگیم خدا نیست. کسایی که میگن خدا نیست دنیا بی صاحبه، مثل اون عرض کنم که واقعا نمیتونم اسم فامیلشو ببرم، جز اون صفتش مهدی خوله هست، اون تلویزیون آریایی، اون دیوان خونه ده. میگه آقا همینجوری آمدیم همینجوری هم میریم. یک حرفی که واقعا اگر به یک بچه کلاس دو بزنن خندش میگیره. ایشون مدهی هست که آقا همینجور آمدیم همینجور همین همه حرفه. تمامی صحبت ها دنیا صاحب داره، حساب و کتاب داره، بسیار نظم و نسق دقیقی داره و میدونن که چه باید بشود. آقای اعتراف هم که اومده اونقدری که تصور بکنیم اینها وسیط الیدن، یعنی دستشون بازه نیست، قربان اینطور کنگرش هم وسیط الید نیست. اگر آمدند و گفتن آقا بیا نمیدونم آقای پزشکزاد این نمیدونم یک چیزی نوشته به نام دایجان ناپلئون، بله نویس، همین هم به سیاست بود. لفظ انگلیسی، مثال انگلیسیشو نمیزنم که میگه the best way to keep a secret secret is that to keep the secret that that is a secret. بهترین راه نگه داشتن سیکرسی یک موضوع اینه که سیکرسی بودن شما سیکرت نگه داریم. انگلستان خواست نشان بدهد که آقا ما هیچ کاره ایم، هر کی میگم ما این کاره میشه دایجان ناپلئونی. ولی بدانید آقا در دنیا جوامعی هستند که اینها سرشان در یک آخرهایی است و آن آخرها در یک آخر خلاصه میشه. هر کسی حالا یک چیزی میگه، یکی میگه کاپیتالیسته، یکی میگه کمونیسته، یکی میگه ارزم به حضورتون که باکینگهامه، یکی میگه فراماسونه، یکی میگه گروه 300، کاری نداریم. این آقای سربی عزیز آمارهایی رو که میدن امیدوار هستم اصحاب و پیروان این آمارها دیگه یک کم به خودشون بیان، نگن آمار گفت، دانشگاه آکسفورد گفت، دانشگاه چیچیک آمار گرفته گفته این اونجوره اون اونجوره، اینا همه آقا فریبه. توجه داشته باشید، خدا کشی آنجا که خواهد برد، اگر ناخدا جامعه برکندرد. دنیا رو مشخص کردن که چجور هدایتش کنن، حالا کی و کجا بگذاریم. آقای ترامپ مشخص بود
بنده به عرض کنم طرفداران ایشون تبریک میگم، ولی انکار هم نمی کنم که ایشان خبیث است. اما بین خبیث و اخبث ایشون خیلی بهتر بود با اون عجوزه. توجه داشته باشین، اولا مرد است، مرد به معنایی که ما مردا به هم میگیم خیلی مرده، اوکی؟ مردانگیش واقعا نه مردانگی جودت و جلادت و بخشندگیش، خیلی مرد بوده. ستاره هم که بوده، خوشقیافه هم که بوده، پولدار هم که بوده. مهمترین حرفی هم که همیشه من در تو این کانادا تو این 30 سال گفتم که بدترین و زشتترین لکه ننگیست که بر دامن دموکراسی های غربی هست، همین خانه کردن یک مش افراد ارزم بودورتون مافیاهای پارلمانیست در تو این پارلمان ها. ایشون گفته آقا من این دوره رو محدودش میکنم. این خبران نیستش که مکه باباش سناتور بوده، خود ایشون هم دو تا زخم مرداشه تو جنگ نمیدونم کره یا ویتنام آمده، 40 ساله اینجا نشسته دارن ما خدا میدونه چه حقوقای میگیرند و یک مافیای قدرت برای خودشون درست میکنن، و من قول میدم پسر مکین هم دوباره باید بشه سناتور. این گفته آقا دو دور شما کار کردین، هر تو بین خونهاتون بشینین دوره بدین به دیگرون. آقای سوربی اگر همین یک عمل رو بتونه انجام بده دستش درد میکنه. خیلی خیلی این مسئله مهمی است، توجه داشته باشین. این پارلمانتری ها، این کسانی که میرن توی این پارلمان ها، بعد از یه دوره دو دوره اینها مافیا میشن، یعنی میدونن چی رو سیز کنن، بدوندن رأی مردم رو، و بعد آقا اینها تا عمر دارن مثل همین عرض کنن که خرچنگ میچتون به این مقامات. اینا حق بدیم که به هر حال یک مش مطالبی گفته که اگر بتواند و انجام بدن همین یکی رو انشالله موفق بشود، به نظر من باید بهش نمره 100 از 100 داد. همونطور هم که عرض کردم شما هم اینجا به خلاصه فرمودید، با کم خریده نمیشه، چون ایشون داره از ساختمان آپارتمان تمام طلا نشان 80 طبقه 82ش میاد میره توی خونه اجاره 2 طبقه کاخ سفید، میره تو پابلیک هاوزینگ. بله بعد اصلا عرض کردم یک دفعه که خانمش گفت من اصلا ممکنه نرم، او بیاد قیامتی توی طبقه 80 پنت هاوزش. اینو دیگه نمیتونن 4 تا روزنامه 4 تا سناتور بیان با یک چیزایی بخرن، با یک تهدیدات یا با یک تطمیعاتی. برحال من از این ابعاد خوشحالم، اما نگران هم نباشن آنهایی که تصور میکردن که ایشون علم میکند و چه میکند. اینها عرض کردم نه تنها خود این آقا وسیط‌الید نیست، بلکه کنگره هاشون هم وسیط‌الید نیستن. خیالتونه تخت راحت کنیم. حالا هر کس قدر فهمش فهمیده مدعا را، هر کسی به یک جایی منصوبش میکنه که چه هدایت میکند و چه هدایت میکند. برحال برای امریکایی ها مبارک باشد، برای دنیا هم مبارک باشد، چون اگر ایشون نبود اون خبیثه بود. این عقیده بنده است و پیش بینی هم کرده بودم بنده هم که خب به هر حال اجر مادیم را از این تشخیص درستم که از این جهت به خودم به حمدالله خوشحال هستم که بیش از 20 سال 25 سال است هستند افرادی هم که اصلا گهگاه میخندند و به شوخی میگن نکند با جفر سر و کار داریم، در اینکه یک وقته یک طوری میگیم که 100% همینطور که شما میفرمایید، میگن این خانم میشه یا اون آقا میشه، میبینن نخیر همونی شد که ما گفتیم. چون شما اشاره فرمودید که در این باره عرایزی بکنم، فعلا تا همین حد کفایت میدونم. اگر نظری سوالی پیشنهادی از اطلاعی داریم بفرمایید تا توضیح بیشتری بدیم. اجازه بدید من یه چیزی رو به قول آمریکایی‌ها کرکشن یا تصحیح کنم. این چیزی که شما در رابطه با رأی و نظرخواهی هم پولستر و اینا گفتید خیلی درسته. الان خودشون به این نتیجه رسیدن که این مغازه رو ببندن، به قول معروف برن دنبال یه شغل دیگه، و شاید من هم که گفتم طرفدارای به اصطلاح ترامپ اینجور و آنجور، گول همینا رو خوردم، چون اینا هستن که میگن مثلا اینها اینقدرشون زنن، اینقدرشون کم سوادن، اینقدرشون کم درآمدن، و همه اینها نشون داده شد که اشتباه کردن و اصلا اینها بودن که حتی ضرر زدن به دموکرات ها. بله ببخشید جناب آقای سوربی، من به عرضتون برسونم در نهایت تواضع
و در نهایت کوچکی به بینندگان و شنوندگان محترم عرض میکنم که رشته تحصیلی من ریاضیات تا سطح تقریبا عالی است، ولی خب مطالعه زیاد دارم و فلسفه. سعی میکنم از این محدوده خارج نشدم. حالا اگر یک کسی در لابراتواری بوده، در جایی بوده، میاد به تحت اون عناوین در همه محبتهای علمی و مسائل اجتماعی، سیاسی، دینی دخالت میکنن، مفت و رایگان خودشان باد. اما یادشون باشه شنوندگان، تمام آماری که میدن همینطور دروغ و مدخرفات است، به قول مایک هریس پریمیر 20 سال قبل اونتاریو. من نمیپذیرم که بگن 30% از مردم به نان شب محتاجن. نمیپذیرم که میگن در کجایک 80% نمیدونم، معذرت میخوام از حضورتون، نمیدونم فاحشه هستن. من نمیپذیرم که میگن 40% مردم برای سوادشون موندن. اینها چرت است آقا. اون شاه لعین، خدا بیامرزش، زمانی که زنده بود لعین بود، میگم من برم ایران ایرانستان میشه. ایران ایرانستان نشد آقا، ایران چندستان شده، نه چند تا ایران دیگه درست شده. الان من یکی از دوستان در کانادا پریز من میگه دکتر افشارم من خیلی ناراحتم، زحمتی که برای انگلیسی کشیدم، گفت چرا؟ گفت بابا انگلیسی اصلا به کار من نمیاد. هر چی میبینم ایران به نظر من که با همین حضور پیش برود کار، امریکا یا کانادا میشه یک ایران دوم. یعنی نه تنها ایران ایرانستان نشد، بلکه ایران اضافه هم درست شد. هر چه آمار اینها میگه مزخرفات آقا، باور نکنیم. حالا هفته قبل بود یک آقای توی این برنامه شما صحبت میکردن که تناقضات که نمیدونم چی رو بیان بکنن و حرفا، هی آمار میدادن 10% اونجوره، 20% اونجوره، 37% اونجوره، 42.5%. آقا برادر بزرگوار، آخر کاری بکنید که نمیدونم والله چی بگم، اصلا صفتی برای این مسئله پیدا نمیکنم. این آمار اینا آقا، این که آماره بزرگترین و مهمترین آمارشونه، اینطور تو زرد و مسخره در میاد که خودشون حالا میگن چی بود چی بود، ما نبودیم. شما الان یه از یک جایی برمیدارید آماری سر هم میکنید که 30% و 50% 40% اونقدر، اصلا اینطور نیست. تناقضات چی رو میخوان بگن؟ گفت آقا خودشون تا منخرین در تناقض قرقن. آقای سربی عزیز بفرمایید. ابلیس معمولا یک موجود بدی است در همه ادیان و همه تفکرات. کسی رو شما دیدین اسمش رو بذاره ابلیس؟ نه هنوز. خدا خیرت بیامرزه. یک آقای میگه آقا من اتئیستم، یعنی از میمون آمدم، انتر نمیدونم فلان کردم، من آمدم خدا بی خدا، پیغمبر و قرآن و کتاب مسیح و یهود و همه هم بره پیکارش. من میخوام این سؤال رو بکنم که اون مهدی نمیدونم تو اون دیوان خونه ایران آریایی وطن خواه، این حتی اقلا اسمش رو عوض کرده، کرده آریا وطن خواه. ای آقایی که شما داری میگی من ضد خدایم، اسم اول شما را تا جایی که من تغییر کردم آقای سوربی میفهمن، میفهمن یزدان. یزدان یعنی چه آقای سوربی؟ بله خدا میشه دیگه، خدا. فامیلی هم خدا بندلو. حالا من لوره نمیدونم معنیش چی هست، ولی معمولا نیست که مثلا یک چیزی باید باشه که معنیش اینه که به خدا ارتباط نزدیک پیدا بکنه، من نمیدونم. در توی آلمان، در توی اروپا، امریکا که مثل ایران نیست که بخوای اسم عوض کنی کلی عقب و جلوت بکنن یه حرفا. خب یارو میره $10 میده فلان یه حرفا، میگه آقایی رو عوضش کنی. تناقض از این بالاتر که شما اگر روز 20 مرتبه اسم و فامیلیت به کار ببرن یا خودت به جایی بگی، دو بار هم در اسم و فامیلیت هم میگی خدای خدا خدالو. خب آقا جون، برادر بزرگوار، من با احترام اینو به شما عرض میکنم، از تناقض درار خودتو، بگذار آسیب آسیب دندلو، چه ای را دیدار، خیلی هم اسم خشنگیه. دوستانه اینو عرض میکنم، با احترام عرض میکنم، هیچ مثالی. وقتی ما خودمون در تناقضات گردیم، این آمار کشکیه عرض کنم که بی مورده بی پایه چی چیه که داریم بیان میکنین اینجا؟
جز خاری و دو نفر آدم ساده. البته خوشبختانه ما آدم ساده نداریم، همه میدانن که این حرفا همش از بیخوبون کشک و بیمورده به قول قدیمی ها. اما چرا این آمار رو میدید؟ من یک زمانی آقای سوربی عزیز، یکی از این آقایون که حفظ غیب میکنم، خیلی معروفه، برحال نمیگم اسمشو، ایشون میگو آقا 70% و 60% زنها فلانی حرفا، اینها حدود موضوع 5 سال پیشه، نمیدونم ناموس میفروشن برای گرسنگی و فلان از این صحبت ها. تلفن زدم به این آقای علیز، به این آقا بهش گفتم آقا جان شما خانواده بسیطی هستی، سن تو و منم سنی هست که اگر دو تا عضو میخوام ناموس فروش و فاحشه تو فامیل باشه خجالت نکشیم که بگیم ما مثلا دختر خانم هم اینطوری شد. مثلا تو خودت که فامیل بسیطی هم هستی، من شناخت دارم بهت، چند تا کس داری که برای ارتزاق زندگی میرن ناموس میکشن زناشون؟ گفتم منم فامیل بسیار گسترده ای هستیم، والله شهد الله آدم مسلمان علی که قسم نمیخوره، یک دانه را ما ندیدیم و نشنیدیم تو فامیل، چون این قدرت و هیمنه زن ایرانیه که اگر خونش ریخته بشه برای شکم نمیره ناموس فروشی بکنه. ای بی شرف، به اون شخص گفتن، ای از همه چیز بدتر، اینقدر این حرفا رو نزنید، اینقدر ایرانی را خار نکنید. حتی اگر این آمار رو دانشگاه جورج واشنگتن که شما خیلی براش احترام قائلین، بزرگترین مراکزی که برای شما خیلی اهمیت دارن بیان بکنن، میگن که به محض و اصلا حرف مفتی، 100 برابر اونجا توی مملکت خودشون پایشه دارن. من اعتقادم بر این آقای سوربی عزیز که قدری وقت انسان میخواد صحبت بکنه، لااقل اون به حساب ایلیت ها، اون افرادی که خودشونو جز خب به هر حال با مطالعه ها در نظر میگیرن، قدری اندیشه کنن، قدری درست صحبت بکنن. در تناقضیم، میگن آقای نمیدونم فتی و لاجوردی و نمیدونن اون افشینی جمع و یه حرف از من دعوت. آقا اینا از کسی که دعوت نگردن شیخ حافظ شیرازه که در قرن 8 فوت شد، اینا از همه دعوت کردن، از همه تکدی کردن، خواهش میکنن که بیان اونجا شرکت کنن. من در پریسیشن، در پیش جلسه ای که در 4-5 هفته قبل در تورنتو بود، 8-9 نفر بودن که اسمشون هم نمیبرم، از شاخص ترین افراد اینجا. خب یکی از دوستان من هم اونجا بود، در حال مخبر میشیم با هم، گفتن آقا در چند دقیقه اول به دوم بعد از حال احوال گفتن کنیم که شاید پول بگیریم. اگر اینها دعوت بکنن یعنی باید در شما بلیط بفرستن، آقا باید در شما برادر بزرگوار هتل رزرو کنن. این دعوت رو اینها از همه کردن، دیگه این بازگو کردن نداره که من دعوت شدم برای این مطلب. این بیچاره ها تکدی میکنن، آخرش هم میدونن که خودشون مسخره کردن. با این همه تبلیغاتی که میکنن اون عده که میخوان جمع نخواهند شد، براشون که نصفش هم نخواهند شد. من نظرم در این هست که قدری انسان مسائل را پخته تر، گزیده تر، عقب جلو کردن، به قول قدیمی ها در کارگاه ذهن دوران دادن و سپس از دهان خارج کردن زیباتر میکنه صحبت انسان رو و قضاوت شخص رو. حالا اگر شما در این باره مسئله این نیست، اجازه بفرمایید بنده در مسائل خودم وارد بشم. چون برنامه شما روی فیسبوک هم داره پخش میشه، خانم دکتر بهیه جیلانی، بله، از پاریس، بله، نوشتن که شما ثابت کنید که خدا هست. اجازه بدید به ایشون بگم که هفته پیش شما گفتید که شماها بیاین ثابت کنید که خدا هست. علی البینت و علی المدعی، کسی که ادعایی دارد باید ثابت کند. بنده در شأن خودم نمیبینم که بخوام ثابت بکنم که الله هست. یک دلیلی به من میگفت چرا سرشو بالا میگیره مسلمون میگه، گفتم آقا بعد وقت تو نمیدانی، سرت پایین بگیر، سرت چپ و راست بگیر، اصلا سرت در درون لباس خودت کن. مگر نگفت آقا جون انا انی انا الحق؟ مگر نمیگن خدا در از ورید به شما نزدیکتره؟
حالا یکی دلش میخواد سرشو بالا بگیره به تو چه مربوطه؟ یه نفرم پایین بگیره، یکی چپ بگیره، یکی راست بگیره. من بیام ثابت کنم که خدا هست، شما خانم ثابت کن که خدا نیست. به نظر بنده آنانی که خدا را نمیپذیرند تنبلترین، بیمسئولیت پذیرترین اشخاص دنیا، ارزه ندارند دینداری کنند. چون دینداری آقا جون ارزه میخواد. سالهای سال شمشیر در غلاف و زبان در نیام بود، دیدیم خیر حیا نمی کنن. گفتش که گفتن جواب ابلهان خاموشیست، خاموش شدیم و ابلهان بس نکنن. دیدیم نه آقا، پرویز ثابتی آمده کتاب می نویسه و ادعا می کنه و ای بابایی داره دیگه خودشه به درجه عرض کنم که پیامبری می رسونه در قداست. یک مرد بی هویت بی ماهیتی میاد میگه من تلویزیون آریایی درست کردم، مجمع المجانین درست میکنه، شروع میکنن به فحاشی. بگذارید ما بگیم آقا تنبلترین، مسئولیت ناپذیرترین، بی ارزترین افراد اجتماعی کسانی هستن که به خدا اعتقاد ندارن. ضمناً آقای سوربی در همینجا من به عرض شما برسونم، یکی دیگر از اینی که من بسیار بسیار خوشحال شدم از آقای ترامپ، برای که ایشون کاری ندارم، خواهد نگیم با زنها وجود بوده، مسئله خودشه، به خودش مربوطه، به هیچ کس هم مربوط نیست. نه زنها حق دارن تجاوز لفظی بکنن نه مردها، هر کس خودش میداند و خداش و قانونش، کاری نداریم. ولی ایشون یک نفر مسیحی بسیار بسیار معتقده، اگر نمیدونید بدونید، یعنی متدینه به دین خودش. افراد بی خدا، افرادی که حاضر نیستن قواعد و مسئولیت های اجتماعی رو بپذیرن، اینها افرادی هستن که معمولا بهترین لنگرگاهشون رو همین میدونن که همه چیز رو بدن به طرف بگن تو ثابت کن. نه خیر، اگر شما میخواهید ادعایی بکنید از جناب آقای سوربی یا تلویزیون های بسیط تر برنامه بخرید، بفرمایید بشینید، شما دلیل بیارین که نیست، ما دلیلی لازم نیست بیاریم. گفت یا من هو اختفا لفرط نوره، ای آنی که به علت فرط نور زیاد شما مخفی هستی، ای بنده خدای کلیدی ثابت کن. به جز کارها چسبیده است، وجود خدا اثبات نمیخواد، ذات واجب الوجوده و برای کسی باید اثبات فرمول ریاضی که نداره. منطقی است که شما هم میلیون ها کیلومتر با اصول اولیه منطق فاصله دارید. آقا هر کدوم تو یک رشته هستید اصلا به منطق نمیخورید، چی میخواد ثابت کنن؟ البته اگر یک نفری واقعا شیفته بود که بخواد معتقد به خداوند بشود، در صورت دلائل خوبه ببیند، ساعت ما را پرداخت کنند، یعنی وجه حق و زحمه ما را، بعد میبیند که هم دلیل هست، هم برهان هست، هم علت هست، هم همه چیز هست. ولی هر کس بگوید آقا ثابت کنید، میگویم شما ثابت کنید که خدا نیست. این هم از اون چهر ما رو در جاده خاکی نکشن، نبرم به اون طرف دید. آقای افشارا، من خودم یه سوال از شما دارم. شما گفتید این نشستی که انجام شده که ببینیم نمیدونم مشکل چیز چی، گفتید همون جلسه اول گفتن چی، پول از کجا میگیرید؟ رد شد ولش کن. خواهش میکنم. من خواستم به اون آقایی که میگه دعوت شده بگم اون دعوتی کردین آقایون شده، از کسی که نشده خواجه حافظ بودی. میگن آقا ما در پاریس آقای سوربی، دکتر افشار، آقای ایس، آقای آسیب و آسیب بندگو در آلمان شدید، شما در نیویورک یک جلسه ایست، این بریت دو سرتون، اینم پنج شب هتلتون، اون وقت اگر نرفتید درست میدید. یک وقتی آقای سوربی عزیز، محمد شاه قاجار که میشناسیم، پدر ناصرالدین شاه، خدا همشون رو بیامرزه، محمد شاه قاجار به حاجی میرزا آقاسی بهش گفت حاجی، خیلی وقته چون حاجی رو میگفتن عاشق حلقه، حلقه چاه و حلقه توپ، گفت حاجی توپ نمیسازید، قناتم حرف نمیشه، جریان چیه؟ گفت قربان به هزار و یک دلیل. گفت حالا یک شروع بینم، گفت اولا پول نداشتیم، گفت هزار تا دیگر رایگان خودت. جناب آقای ایکس
شما که میفرمین بنده نمیرم به همین دلیل برادر، رفتن آمدن از آلمان به اینجا کلی هزینه داره. آیا اگر واقعا آقای صوربی اینو شما به من جواب بدید، بلیت بفرستن دو سره، هتل هم اینجا در نظر بگیرن براشون، باز هم میگن نمیتونیم بریم؟ چون از من میپرسین خیلی جاها از من دعوت کردن، بلیتم میدن، هتلم میدن، میگم باید پول مخارج روزم هم بدید تا بیاد. اگر پول به همین هم هست، حرف شما درست، اینه من یادم شد بگم، اگر پول مخارج روز را هم بدن نمیرین؟ خب میرین دیگه آقا، کارشونه تموم شد. این دعوتی که زیر همه این فیسان انسان آقا شرکت کنید در همشون دارن میگن. اصلا من میدونم تو یک جلسه اصلا پریده بودن به هم برای پستایی که قرار بوده تقسیم کنن بعد از این که کاری تونستن بکنن. شطور در خواب بیند پنبه داند، واقعا اصلا گفتم آقای صوربی انسان گاهی از اوقات خبرهای چیزهایی میشنم که واقعا از وجود خود شرمش میاد. خدا گواهی که در این محدوده و در این حیطه قرار گرفته. هنوز نه هیچی نیست، هیچ طور نیست، میبینی رقاصه میشود مفسر سیاسی تو همون دیوونه خونه، کلپز میشود در زن به حضورتون کن، آشپز شما فرمود نگم کنه، آشپز میشود مفسر ادبی. ما در چه محبت، در چه محبتی داریم زندگی میکنیم؟ پناه دار خدا نمیدونم. اگر صحبتی نیست اجازه بدیم برم به قسمت بعدی که خیلی حرف داشت. شما این فرمایشی حد بفرمید. نه عرضی ندارم، بفرمید. تبریک رو عرض کردم، عرضم به حضورتون که نامه های واصله در هفته گذشته نامه های بنده داشتم که دو سه چهار نفری هست به مأمور صحبت شدی که از برگزیده های اون همونی بود که شما هم عنایت فرمودید، مال آقای سهراب چمنارا بود. بنده لازم میدونم از ایشون بسیار قدردانی بکنم، تشکر کنم برای التفات و توجهی که به برنامه های حضرت عالی عموما و خصوصا به اونطوری که خودشون نوشتن به عرایض بنده داشتن. در بعدی دوم دو تا سه تا مورد رو بیشون یادآور بشوند. جناب آقای چمنارا در یک جا فرمودین این شیادان نمیدانند که اثبات ذات پروردگار با فرمول ریاضی انجام نمید، محسوسات و معقولات محسوسات با دلائل ریاضی اثبات نمیشود. برادر بزرگوار، محسوسات رو من در درس اول منطقم که در آخرش هم دوباره تکرارش میکنم، چیزیست که با پنج حس به اصطلاح معروفی که همه میدونن قابل تشخیص باشن. محسوسات جز کمیات به حساب میآیند، قابل اندازه گیری هستند، قابل اثبات ریاضی هستند، چون به محضی که پای عدد آمد میشه صحبت ریاضی. مثل نور، مثل گرما، اینها محسوسن، معقولات هست که ابزار خودش را دارند. من مطمئن هستم آیه چمنارا خودشونم آگاه بودن به این موضوع، فقط در حسب قافیه گفتن معقولات و محسوسات. خیلی محسوسات قابل اثبات هست، معقولات هست که برای اثباتش ابزار خودش را میخواهد. به همین دلیل است که من با آقای صوربی عظیم میگویم مطلقا جواب این افراد رو نمیدم، چون اینها با ابزار منطق میلیون کلمه میلیون کیلومتر فاصله دارن، اصلا اهل منطق نیستن، چون اصلا منطق رو نمیفهمن، چه نظرات خودشون رو میگذارن میگن این شد منطق. بگذاریم، بنابراین محسوسات رو از اون مسئله که فرمودید آیه چمنارا مستثنا بفرمید و حذفش کنید، چون موضوع رو غلطش میکنید. مسئله دوم مبالغه ای بود که در باره شجاع الدین شفا کردید. شجاع الدین شفا مطلقا استاد نبود، مطلقا عالم نبود، مفتخوری بود که چپونده بودنش در تیه تشکیلات درباری، درباره که مجموع الفساد بود، کاری نداریم، کارهای خاصی ایشون میکرد، نان مفت هم میخورد. به قول اون سباف خراسانی شعر که من گفتم مکرر نوشتم در اونجا، سعدیاتو در شیراز نان مفت میخوری که شعرهای خوب خوب میتوانی گفت، در بیای شهر ما کنی شهر بافی، مهره از تخت در آید جب جب. این مفتخور لاعبالی مشابه صدها مفتخور لاعبالی پا انداز دیگر در توی دربار مینشستن چیزی جمع میکردن چاپ میکردن. مطلقا عالم نبود، مطلقا استاد نبود، مطلقا ایرانی دوست نبود. اینها به فکر روز فرار بودن،
30 نفر ما در یک از دانشگاه های امریکا محصل فارسی زبان امریکایی داشتیم، 1,000,000 دلار این بی انصاف بی شرف از بودجه دربار که معاون فرهنگی دربار بود بودجه داد به اون دانشگاه. 30,000 نفر هندی و کشورهای دیگر در تو هندوستان زبان فارسی میخوندن، 50,000 دلار بودجه گذاشت برای یک سالشون. توفو بر تو این روزگاران توفو. چرا آقای سربی این کار میکردن؟ در اینکه اینها اصلا منتظر فرار بودن، چون میدونستن چه غلطی دارن میکنن، میخواستن اینجا خودشیری میکنن که وقتی اومدن اینجا بگن آقا بیا استادی باشو بیا کتابخانه به چرخون بیا کنن، همونطور که شدن. خائنترین شخص فرهنگی شجاع‌الدین شفا بود. حرفی بود که مرحوم آقای دکتر احسان نراقی به من گفت که خیلی هم با هم آمیخته بودیم در یونسکو و در کتابش هم هست. حالا کتاب ها رو چون من گفتم جمع کردن من در دستم نیست، لازم بود اشاره من در کدومی که از کتاب هاش. خائن ترین فرد شجاع‌الدین شفا بود و شجاع‌الدین شفا بذارید کنار، آقا بگذارید همونه که خوشنود ازش تعریف کنن. آقای علی دشتی هم بله با سواد بود، ولی هر چه سواد داشت سواد اوزوی بود، از برکت تحصیلات اوزش بود. فقط همین، ایشون مؤمن بود، ایشون ابایی بود، ایشان آخون بود با قولون آقایه، ایشون تحصیلات اوزوی داشت و بعد به دلائلی تغییر شکل داد. من نمیگویم مکلا، چون همغا میگوین مکلا، مکلا غلط است آقا، کلاه رو نگیرید بکنید، مکلا یعنی کلاهگذار، یعنی لب فرنگی پوش، فرنگی پوش شدن مثل لباس بنده آقای صبحی و دیگران. علی دشتی هم بله مایه ای داشت، چیزی هم نوشته بود درست، ولی خب در مجموع مقاله آقای سهراب چمنارا هم برای بنده ارمغان بود. خیلی هم متشکر، خیلی هم ازم بزرگ بود که از ایشون مجددا سپاسگزاری بکنم. عرضم به حضورتون که مسئله دیگری که میخواستم بگم آقای سربی، خاطرتون هست که تا اینجا اگر نظری حضرت عالی یا پیشنهادی دارین بفرمایید که من بعد برم سر اون بحثی که خودم لازم دارم. من نظری ندارم، بفرمایید. هیچ نه. خبری چیزی روی وبسایت هم نیامد براتون؟ نه خیلی بفرمایید. اگر خاطرتون باشه من مختصری در منطق بیان کرده بودم و خیلی خیلی زود گذر اینها رو توضیح دادم، رسوندم تا یک عرضم به حضورتون که مبحثی که تقریبا میگویم فصل ششم، چون هر فصلی ممکنه 5 خط باشه، ممکنه 5 کتاب، ممکنه 50 صفحه باشه. من اینها رو به صورت فصل فصل بیان کرده بودم و گفته بودم که تا سر دلالت رسیدیم و بحثی که کردیم گفتیم آقا خود لفظ رو ما نمیتونیم بگیم دیگه عربیه، چرا شما میگین؟ چون شما هم آی سوربی چیزی جز این به کار نمیبرین، به لفظ لفظ میگوید، چه دیگه نمیگید. اگر کسی بپرسه آقا لفظ چیست، همین اولین نکته، همون خانم جیلانی اگر الان میشنون بفرمن لفظ چیست. نمیتونی بگی چون عربیه نمیدونی، چون چیز دیگه شما به جای لفظ بکار نمیبریم. هر آوازی رو آقای سربی عزیز و بینندگان گرامی، عرب صوت میگه، هر آوازی، هر صوتی که، هر آوازی که باشه به زبان عربی به لفظ عرب صوت نامیده میشه. چکش بزنین با آهن یک صوته، غنای تراز اول بگذارید بهترین خواننده بخواند صوت است. صوتی که از دهان درآید و این معتمد بر مخرج فم باشد، یعنی از جایی که از اون به اصطلاح گفتار در میاد، مثلا با گلو که از دهان در میاد، صوت این لفظ نیست. میگوین لفظ صوتی است که از دهان درآید و معتمد در مخرج فم باشد، که ظاهرا همون عقب اونجایی زمو کوچکوی حرفا اینه دیگه، دکترها باید بدونن از کجا چی میشه. اینو میگن لفظ، لفظ صوتی است که از دهان درآید معتمد در مخرج فم باشد. یعنی اگر شما
عرض کنم بادگیرو زدید یا عرضم به حضورتون که سرفه کردید با این که از دهان در می آید، لیکن این لفظ به حساب نمی آید. من میگم لفظ دو نوع است، دو قسم است، لفظ مهمله، لفظ مستعمله. لفظ مهمله یعنی چیزی که معنی نداره، مثل مثلا عرض کنم دیز که مغلوب زیده که یک اسمی. سهراب را اگر ما چپش بکنیم باهره هسته بشه، اینه میگن مغلوب اون بیمعنا میشه، اینه بهش میگن لفظ مهمله. لفظ مهمل یعنی لفظ بیمعنا. لفظ مستعمله که کلمه هم نامیده میشود دارای معناست. پس لفظ تعریف شد که خود لفظ چی هست، ننواع لفظ هم بیان شد، لفظ مهمل است و لفظ مستعمله. لفظ مستعمله همان کلمه است که بعد شما در گرامر میخوانی خود کلمه چند حالت داره، چیه چطوره بگذاریم. این شد تفسیر به اصطلاح توضیحی درباره لفظ. بلا فاصله در مقابل لفظ معنا میاد. بنده اگر از حضرت عالی سوال بکنم که معنا چیست، آقای سربی حضرت عالی جوابی دارید؟ نقشی که لفظ در قدرت عقلیه در قوای دماغی انسان منقوش میکنه رو بهش میگن معنا. مثال بیارم که بهتر بدونیم. میگیم کبوتر، یک کلمه است دیگه. کبوتر چیزی در قدرت در را که در قدرت عقلیه شما در به اصطلاح مغز شما اینا عرض کردم دیگه، به تعبیر بیولوژیکی و پزشکیش چون وارد نیستم من نمیدونم در کجا شکل میگیره، ما میگیم در قدرت به اصطلاح عقلانی، در اون قدرت شکل میده، به ذهن شما به تصور شما شکل میده، اینو بهش میگن معنا. گرفتی کبوتر میگیم اینطور. ولی فرض بکنید بگوییم مثلا عوض میخوام حپل و حپو، البته حپل و حپور چون معنا براش گذاشتیم معنا میگیریم، ولی بذاریم بگیم مثلا لاپالی. لاپالی یک لفظ دیگه الان. این لفظ معنا داد در قدرت دماغی شما؟ نه. به این معنا نیست. معنا عبارت هست از شکلی که یک لفظ در قدرت و قوه دماغی شما منقوش میکند، نقش میبندد. تصوری که میبینیم یا تصویری تصورم نیست، در قوای دماغی شما نقش میده. این به اصطلاح عبارتی میتونیم چون مترادف میتونیم قرارش بدیم. بله، اینی که در ذهن شما به اصطلاح نقش میده، اینو بهش میگن معنای یک موضوع. خیلی از چیزها لفظشون مهم نیست، معناشون مهمه، یعنی اون نقشی که در ذهن میده اهمیت داره. این رو من در عرضم به حضورتون که صحبتهایی که انجام داده بودم برای شروع مباحث منطقی، که از اون لحظه ای که تعریف کردم که اصلا منطق چی هست و طریق دلالت بر مبنای استقراء چه در ریاضی و در ریاضی هم یگانه و عالی ترین راه اثبات اندکشنه، یا به قول فرانسوی ها اندکسیون هستش، یا به قول خودمون استقراء است. طریقه استقراء اثبات ریاضی است، اثبات دقیق است که هم در ریاضیات به کار می رود، یعنی در علوم، و هم در معقولات. استقراء معقولی همانی است که ما بحث میکنیم آقایان و خانمهایی که این صحبت ها میکنن بیخبرن، چون این به منطق و به فلسفه برخورد میکنه. توجه داشته باشید، اگر ما قدری تشکیک داریم در ذات پروردگاری، برای این هستش که در ذهن محدود خودمان هم محدود و هم بی اطلاع. چون شما زمانی که ببینید بزرگترین پروفسورهای جهان، از جهان که میگم نه این 100 سال 200 سال، در اول بشریت بگیرید تا الان که تاریخ داریم، چه بزرگانی که همه سر تعظیم فرود میارن، اونها زمانی که میپذیرن وجود خدا رو، توجه داشته باشید که به خیلی از سلاح ها مسلح بودن،
سنجیدن، پاییدن، حساب کتاب کردن و گفتن اصلا بحثی در این مسئله وجود نداره. خب ما میپذیریم که این ذات واجب الوجود قابل اثبات است، اما نه با اطلاعاتی که شما دارید. مگر من میتوانم بیام برای شما انتگرالی رو اثبات بکنم در حالی که معادله درجه اول یا رو نمیتونه حل کنه؟ خانم جیلانی عزیز و بزرگوار، آقای ایکس عزیزی که میگوی من اتئیستم چون دلیلی نمیارم، بالاترین دلیل همونی بود که یک آقای اون هفته گفتم دکتر نمیدونم کی هست گفتم مگر شما میبینید؟ تمام دلیل آقاییه که باید ببینه یک چیزی رو. خب این شرم‌آور، این تفکر اصلا دلیل نیست دیدن یک چیز یا نه. شما در اون حدوده چون ولی اثراتش رو خوب میبینید، اثراتش رو خیلی خوب میبینید. در همینجا برای که تنبوی هم داده باشم، خود من هم لذتی برده باشم از این شعر مجددن، براتون نقل میکنم که شما حتما هم شیخ شبلی رو باید به گوشتون خورده باشه آقای سربی، هم جنید بغدادی حتما خورده به گوشتون، حالا شاید نشناسید دقیقا، درست میگم؟ بله بله. جنید بغدادی از اصطلاح بزرگان صوفیه و دانشمندان معروفی است که همون سال 200 خورده ای بود، از در زمان امام جعفر صادق کاری نداریم. شیخ شبلی هم که از عرفای معروف و سرشناس، افرادی که اندکی مطالعه داشته باشن شناخت کامله دارن، میگوید شبلی از پیر روزگار جنید کرد نیکو سؤالی از پی سید، یعنی سید علمی خواست علمی بگیره. گفت پیرا جمله نهاد علوم، مرمرا کن در این زمان معلوم، تا بدانم که راه عقبا چیست. عقبا یعنی آخرت، یعنی همون خدا و خداشناسی. تا بدانم که راه عقبا چیست، مرد این راه زین خلایق کیست. گفت بردار خواجه زود قلم، تا بگویم تو را ز سر قدم. شبلی اندر زمان قلم برداشت، هرچو او گفت یک به یک بنکاشت. گفت بنویس الله، گفت بنویسد این قلم الله، چون که بنوش شد سخن کوتاه. گفت گرچه، گفت نیست جزی، خود همین است که کردم تلقی. علمها جمله زیر این کلمه است، علمها جمله زیر این کلمه است، که یکی هست ولی همه است. علم جمله جان جز این مشناس، خود بدان فرق فربه ایزاماست. جهانی که شما دارید میبینید، جهانی که ما داریم میبینید، فرمولایی که کشف میکنید، اتمی که میشناسید، اینها آقا فربهی نیست، اینها آماس هست. اینها رو من و توی بشر بنده خدا کشفش کردیم، کسی دیگری ساخته اینها رو. علمها جمله زیر این کلمه است، خود همین است و از قیلقال پرهیز، خود همین است و از کنم که از دیگران بکن پرهیز، کاری ندارم. شعرش این بود. شما اگر توجه داشته باشید، اگر به معنا توجه بکنیم، بشر خدا این قدرت رو داده که آفریده های اون رو به قدرت عقلیه خودش کشف کنن، پیدا کنن. ولی همیشه نسبت جهل انسان به علم انسان عدد وحشت آوری است، غیر قابل تصوره. هیچ چه نمیدونیم جز در تعظیم فرود آوردن در برابر خالق، هیچ دیگه نیست. خالق هم آقا متریال نیست که فکر کنید ما داریم ازش پیروی میکنیم. بپذیریم که خالقی که حساب و کتاب خواهد کشید و حساب و کتاب دارد، کارهایش وجود داره، حالا هر اسمی که دلتون میخواد براش بگذارید و با هر آیینی که میخواهید به آن برسید، فقط انکار نکنید.
اگر هم انکار میکنید به معتقدین تجاوز نکنید، نیامده است به شما که این غلط ها را بکنید. به مؤمنی به دین یهود، به مؤمنی به دین عیسوی، به مؤمنی به دین اسلام، به مؤمنی ارزم به حضورتون به روش زرتشت، به نمیدونم معتقدی به فرقه بهائیت، بالاخره اینها به یک ذات پروردگاری اعتقاد دارند، اینها رو زیاده با گفتارهای بیپایه و مسخرشون که سرکرده اینها مهدی خله است در اون ایران آریایی که اصلا باعث شد آقای سربی واقعا من از فرق همین دهندرایی های بیمورد و مسخره ای که این به اصطلاح جمع المجانین درست کرده بودن قدری در این مقولات صحبت بکنم، قدری آرامتر باشند و به مؤمنین نیش و کنایه نزنند. آنها هم به بیدینی و بیاعتقادی خودشان خوش باشند، خود را از میمون بدانند، از انتر بدانند، از عنکبوت بدانند، از خزه دریا بدانند، هرچی بندگان خدا وقتی دیدشان اینقدر محدود است که دنیا را در خودشان و خانه خودشون و همین کره خاکی که هیچ از اصلا کل کره زمین وقتی دید اینقدر محدود و به اصطلاح منجمد است، رایگانشان باد ما هم و آن کسانی هم که اعتقاد دارند آنها هم مفت خودشان و گوارای خودشان باد. باز هم در آخر این بحث میگوییم لکم دینکم، یعنی از برای شما روش خودتون، لکم دینکم ولی و دین، ولی یعنی از برای من، از برای من هم دین خودم، بیاییم و شرط بگذاریم که فحاشی، توهین، آمارهای غلط به عنوان علم و اطلاع پخش نکنیم، بیان نکنیم، که بالاخره روز جزا خواهد رسید، چه در دنیا و چه در آخرت، آنهایی که اعتقاد دارن. امیدوار هستم که همه راه صلح و عقل و عقلانیت رو گم نکنن و آنهایی که احتمالاً گم کرده اند پیدا بکنن. آقای سربی اگر فرمایشی هست بفرمید که در اون مقوله هم دو سه دقیقه اگر وقت داریم ادامه صحبت بدید. من عرضی ندارم، فقط از دوستان میخوام چون امروز نتونستم شماره تلفن و ایمیل شما رو اون پایین بنویسم، بله. اگر مایل باشم با شما تماس بگیرم، ایمیل باشد. بسیار ساده info@kaveacademy.com. تلفن هم 905 737 51 58. آقای سربی به شما هم که یک نفر امریکایی محترم عزیز هستین، به هر حال رفع قائله انتخابات رو همونطور که بعضی ها اون هم آمار بیموردی بود، هیچ وقت دعوا مرافعه نمیشه، اینا همش تبلیغات و آرتیسپازی امریکاییست که بعد جنگ میشه، جدال میشه، هیچی نمیشه، ولی به هر حال چون به خیر گذشت و تمام شد، بنده به حضرت عالی تبریک عرض میکنم انتخابات امریکا رو، با امیدوار هستم که رهاورد خیلی داشته باشه برای مجموعه امریکایی ها خصوصا و مردم دنیا عمومه. یه سوال یادم رفت بپرسم، شما گفتید که ترامپ آمده شما برنده شدید، کجا؟ هره. چون اینجا تو لاس وگاس شرط بندی میکردن و بعضیا برنده شدن، منظورتون این برنده شدن هاست یا چی؟ من با اونها نیست، من افرادی هستن که به هر حال از ما نظر میخوان، بعد توی نظر بحث بالا میگیره، امکانات چونم خوبه، میگم کار نظر نظر به بنده آتون $500 من از یک پزشک 2000 راه ببخشید یک مقداری، از دو نفر دیگر هم یک مقداری، محدودشم من به خود حضرت عالی خصوصی گفتم حدوداً 12-14 برابر اون مقدار ناقابل جزئی که بنده به مردم تیوی همین اخیراً داده. بسیار ممنون. حالا ببینین بالا بوده، ضعیف بوده، هرچی بوده، خدا برکت بده، مسئله نیست، این هم به هر حال لطف خداست. ولی نگفته نمارم نکرم آقای، با تمام اعتقادی که داشتم که دو شب آخر خیلی واقعا ذکر داشتم پیش خودم. آره ممنونم از شما.
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم به امید دیدارتون. چال شدم من هم برای شما همچین آرزوی خوشبختی و خوشحالی مدام میکنم. قربان شما. ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم و عذر میخوام اگر امروز یه مقداری این سیستم جدید ما بعض وقتا همون روش قدیمی بهتره و نمیدونید چه به اصطلاح فشاری روی آدم میاد اینجا که با اون روش عادت کرده، یه دفعه میاد یه چیزی، و چون این یه شرکت بود، دو تا برنامه مال یه شرکت بود و اون پروگرامی که ما استفاده میکنیم الان چند سال کهنه شده، 2012 آخرینش 2014 و این یکی 2015 و 2016 است، باید بهتر کار کنه، مشکلات رو حل کرده باشه، ولی میبینیم که ماشینا این همه وسائل دارن، نمیدونم دیجیتال و فلان نه، ولی ثابت کردن بیشترین مشکلات رو همین سنسور یا دستگاه هایی که به شما میگی که انجینت باید روغن عوض کنی یا انجینت خرابه، خود اینها خراب میشن. در صورت بعض وقتا میگم چیزا هرچی ساده تر باشه راحت تره. آمریکایی‌ها یه ضرب المثلی دارن که میگن زندگی قرار نبوده اینقدر مشکل باشه، ماها مشکلش کردیم. جمعه است، آخر هفته است، مواظب خودتون باشید، مواظب دیگران هم باشید. اگر میتونید وضع مالی خوبی دارید به دیگران کمک کنید و همون شکرانه بازوی توانا به گرفتن دست ناتوان است. و آقای افشارها در موردی که صحبت کردن، البته اینجوری که گفتن من فکر کنم من حدس میزنم که کی بود، من این صحبت رو با طرفداران پادشاهی توی مهمونا کردم، توی برنامه هم کردم که طرف میگه که من رفتم ایران نمیدونم 80% کنار خیابونن، 90% فلان، بعد میاد میگه 99% دنبال آقا رضا پهلوی هن. میگم پس یه سری فاحشه و معتاد دنبال رضا پهلوی هن. و اگر رضا پهلوی طرفدار داره چرا شما چیز نمیکنید؟ بعد ازشون میپرسم راستی که شما رفتید اونجا میگید 99%، چند درصد از این فاحشه ها فامیل شما بودن؟ میگه هیچی. میگم تو کوچه‌تون چند تا بود؟ تو خیابونتون چند تا بود؟ نمیگیم نیست، خود دولت حتی اذعان میکنه که هست. اون آقای دکتر عباسی بارها گفته، ولی همینجا هم هست. همینجا این خیابون 14 جنگی بود بین ویرجینیا و واشنگتن، پلیس اینا رو میرفت دنبالشون، این بعد خدا تن فروشا میمدن ویرجینیا، پلیس ویرجینیا از این بعد میرفت دنبالشون، میرفتن اونجا و یه بازی شده بود، اصلا یه عده از این پلیسا دوست اینا شده بودن. و در صورت نمیدونم. ممنون و متشکرم از دوستانی که روی فیسبوک بودید، ممنون و متشکرم از آقای کاظم افشارها، و اگر صحبتی دارید با ایشون مستقیما تماس بگیرید، info@kaveacademy.com. اگر هم مشکلی در شماره تلفن و ایمیل دارید با من تماس بگیرید، من شما رو در رابطه با ایشون قرار خواهم داد. روز روزگار خوش، با امید دیدارتون دوشنبه، و سعی میکنم فردا پس فردا این برنامه رو فیکس کنم و برگردیم به همون سیستم قبلی خودم. مرسی که با ما بود.